رسیدیم به نهر سوم در بیان قضا و قدر و جبر و اختیار و از این نهر به دو رشحه استحلای مذاق ازواق سالکان توان نمود. خب بحثی که در مورد قضا و قدر و البته جبر و اختیار هست، ابتدا این رو بایستی عرض بکنم که مسئله قضا و قدر از دیدگاه الوهی نامش همان قضا و قدر است و از دیدگاه ما جبر و اختیار است. یعنی این دو تفاوتش در این هست که از دیدگاه الوهیت، از دیدگاه ربوبیت بحث مربوط به قضا طرف خود اختیار رو از جانب خداوند بررسی کنیم، از لفظ قضا و قدر استفاده خواهیم کرد و هرگاه بخواهیم از دیدگاه خودمان این قضا و قدر رو بررسی کنیم اسمش رو جبر و اختیار خواهیم گذاشت. در حقیقت قضا همان جبر است و قدر همان اختیار است و این جبر و اختیار دیدگاه ما هست نسبت به قضا و قدر الهی و قضا و قدر دیدگاه جبر و اختیاری ماست از دیدگاه خداوند و از دیدگاه الوهی. پس این دو رو از همدیگر حتما بایستی تفکیک کنیم تا اینکه مواردی که پیش میاد برای اون موارد پاسخهای مناسب و سنجیده داشته باشیم. ابتدا قضا و قدر رو بحث کرده، یعنی آن قسمتی که مربوط به خداوند است و بعداً جبر و اختیار رو بررسی خواهد کرد، آن قسمتی که مربوط به مخلوقات و بندگان خدا هست. از این نهر به دو رشحه استحلای مذاق ازواق سالکان توان نمود. خب دو رشحه وجود دارد، یعنی هر نهر به رشحه های متفاوت، به رشحات متفاوت تقسیم میشه در این تقسیم بندی این کتاب و اینجا به دو رشحه تبدیل میشود، به دو قسمت تقسیم میشود. استحلا یعنی حلو، یعنی شیرینی. استحلا یعنی طلب شیرینی، شیرین پذیری مذاق ازواق سالکان. سالکان طریق الهی ذوق‌هایی دارند که آن ذوق‌ها مذاقی دارند. مذاق یعنی ذوق‌گاه و چاشتگاه و اینکه انسان نسبت به چیزی ذوقی پیدا کند. ذوق هم در اصل همان چشیدن هست، چشیدنی که ما معمولاً با شیرین و ترش و اینها میچشیم همان ذوق است و ذوق که میگوییم یعنی چشیدن و چشش و اینکه ما چه چیزی را بچشیم تعبیری است. البته شیرین را بچشیم یا تلخ را بچشیم یا ترش و آن مزه های دیگر رو به این ذوق میگویند. خب در حقیقت این یک نوع چشیدن هست نسبت به ازواق روحانی و مذاق روحانی، چون که میدانید هر پنج حس ما نسبت به حقیقت یک دریافتی دارد که به همه این پنج مورد توجه شده است در سلوک و در عرفان. اینکه ما باصره داریم، یعنی با چشممان خیلی از حقایق رو ممکن است ببینیم، نور الوهیت رو با چشممان میبینیم، صداهای زیبا و صداهای الوهی رو با گوشمان میشنویم و بوهای بسیار عطرآگین و زیبا رو با دماغمان و با شاممان درک میکنیم و ازواق و در حقیقت مزه های مختلف شیرین و
نسبت به عقاید این شیرینی ها رو با ذوق و زبان خود و ذائقه خود درک می کنیم و با لامسه خود هم آن نفحات و آن نسیم هایی که بر ما می وزد رو درک و ادراک می کنیم. و گفتن که اگر انسان بتواند با واسطه یکی از این ازواق، یکی از این حواس، اگر بتواند چیزی رو درک کند، خواهد توانست که با حواس دیگر خود چیزهای دیگری رو که خارج از این عالم ماده هست درک بکند. یعنی اگر انسان بتواند ذوق عشق رو بچشد و مزه عشق را بفهمد، احتمالاً خواهد توانست که عشق رو لمس هم بکند، ببیند، ببوید و گوش کند و بشنود. و همه اینها البته مورد خاصی است. مثلا شما یک خبر خیلی خوب بشنوید و یک خبر خیلی خوب به شما بدهند، شما احساس میکنید در آنجا که دهانتان شیرین شده است، در حالی که این اصلا هیچ ربطی به دهان ندارد. شما چیز شیرینی میل نفرمودید، اما خود به خود میبینید که دهانتان شیرین شد و لذت بردید از یک خبر خیلی خوبی که برای شما داده بود. و ممکن است یک خبر خیلی بد به شما بدهند و شما در این صورت ببینید که واقعا دهانتان تلخ شد و احساس ناراحتی و تلخ کامی میکنید. این تلخ کامی چیست؟ در حالی که شما چیز تلخی رو میل نفرمودید ولی تلخ کام میشوید. کسی سخن ناهماهنگی به شما میگوید، شما تلخ کام میشوید، گویی این که زهری رو انسان خورده است و فرو برده است. این چیست؟ این در حقیقت همان ازواق و احساسات و ذوائق و مذاق خاصی است که انسان دارد. این رو مثال عینی و ظاهری عرض کردم تا اینکه بدانیم اینهایی که از ذوق عرفانی سخن میگوین یعنی چه. این ذوق همان چشش عرفانی، یعنی تا این حلوای عرفان رو نخوری هرگز نخواهی توانست بدانی که آن چیست و چه مزه‌ای دارد. و قصه عرفان، من این مثال رو زیاد به کار میبرم، قصه عرفان، قصه حالات عرفانی، مکاشفات عرفانی، مانند این است که انسان مثلا یک پرتقال رو به کسی معرفی کند که تا حال پرتقال رو ندیده است. شما ممکن است کسی که در عمرش پرتقال را ندیده است و نچشیده است و بوی خاص او رو نبوییده است و مزه او رو هم اصلا نمیداند که چیست، میخواهید بگویید که این پرتقال چگونه میوه ایست و چه میکند. وقتی انسان او رو مثلا میبیند چگونه هست، خب مجبورید ظاهرا از پوست او شروع کنید، بگید که پوستی دارد، مثلا ناهمواری هایی دارد، رنگش چنین است و جاهای خاصی دارد، سوراخ های خاصی در عود هست. وقتی میخواهید مثلا این پرتقال رو ببرید، ذراتی از آب خاص او که بوی خاصی دارد و مزه خاصی هم ممکنه داشته باشد از او میاد. فالهای او مثلا 11 فال، 12 فال است. داخل فالهای او مانند قطره هایی است که مثلا نارنجی است. خب برای کسی که مثلا حالا کور باشد و رنگ ها رو نداند و همه اینها، بخواهید مزه این پرتقال رو بگید، تقریبا غیر ممکن است که بتوانیم ما این رو به کسی که تا حال ندیده است به او بگوییم و بگوییم که خب پرتقال چنین میوه است. شما میتوانید همه موارد رو چنین نتیجه گیری بفرمایید. از این جهت است که ما هیچ وقت نخواهیم توانست که آن پرتقالی که هیچ نخورده ایم رو درک بکنیم. و کسانی که عاشق نشده اند، عشق رو نمیدانند که چیست، طبیعتا او بسیار بسیار پیچیده تر از این است، اما شبیه این است که هرگز نخواهد توانست بفهمد که عشق چیست. انسان زمانی که عاشق می شود دهانش چه مزه می دهد، خودش چه رنگی می شود و
چه میبوید و چه میشنود، چه ها به گوش او میگویند و چه خصوصیتی دارد. و این فقط مسائلی که ما اینجا بیان میکنیم در حقیقت آنهاییست که آنها چشیدند و دارند به ما این طعم پرتقال رو به ما میگویند، میگویند که چون این طعمی رو دارد. الان طعم قضا و قدر رو به ما میخواهد بگوید، در حالی که ما این رو نچشیده ایم و درک نکرده ایم. این هست که استحلای مذاق از واقع میکنیم، ما حلوه و شیرینی مذاق رو درک میکنیم، در حالی که فقط ما از شیرینی، کسی که شیرینی رو نچشیده باشد از شیرینی چه میفهمد؟ ما هم از همه آن شیرین ترین های عالم سیر و سلوک فقط آنهایی رو درک میکنیم که گفتند، دیگران گفتند، مگر اینکه خودمان در این مسیر قدم برداریم و به درک خاص و کامل نایل شویم. حال بهترین کار این است که به جای اینکه ما بیاییم و به این شخص پرتقال رو تعریف کنیم، یک پرتقال خوب اعلایی بهش بدیم، بگیم این پرتقال است، خود تجربه کند، خود لمس کند، خود ببوید، خود او رو پوست بگیرد، خود بخورد او رو، و بعد خواهد توانست بفهمد که معنیش چیست، چگونه هست، رنگش چگونه هست، آن توصیفاتی که ما کرده بودیم چگونه است و مزه او و ذوق او چگونه است. این است که اینهایی که در مثنوی یا در کتابهای دیگر گفته می شود برای تقریب ذهن ما و تقریب ذوق ماست. چون ما قبلا شیرینی رو خورده این میگوین این هم شیرینی است، اما تا بدانی که از این شیرینی تا اون شیرینی بسیار بسیار فرق است، بایستی انسان خود درک کند و بفهمد که اصلا قابل مقایسه نیست. شاید برای شیرینی عشق اصلا نتوان گفت که شیرین است، بلکه بسیار عظیم‌تر است و کلامی دیگر باید برای آن برگزید. رشحه اول در بیان قضا و قدر. بدان که قضا در اصطلاح عبارت است از حکم حق تعالی بر موجب آن چیزی که ذوات معلومات اقتضای آن می کند در نفس خود. خب این قضا رو تعریف کرد و البته تعریف سختی هم هست. این که مستظری که هر کلمه‌ای یک معنی لغوی دارد و یک معنی اصطلاحی دارد. معنی لغوی متفاوت است با معنی اصطلاحی. قضا در اصل همان قضاوت و قاضی همان هست. قضا یعنی گذشت، تمام شد، عبور کرد و تمام شد. این گذشتن به معنای از نظر لغوی یعنی آن چیزی که حتمی شد و تمام شد. مثلا میگن فلان کس قضاوت کرد، قاضی چنین کرد، یعنی حکم رو داد و تمام شد و دیگر این قابل برگشت و قابل تغییر نیست. قضا در اصل همین است. قضا چیزی است که حتمی است و حتما رخ داده است و تمام شد و پایان یافته است. اما در اصطلاح عرفا عبارت است از حکم حق تعالی. پس این قضا حکم است. حکم یعنی چه؟ یعنی خداوند که حاکم است حکم می کند. حکم رو چه کسی می تواند بکند؟ حکم رو غیر از حاکم نمی تواند انجام دهد. حاکمی که حاکم کامل و علل اطلاق ما موجودات است، وقتی ما رو آفرید بر ما حکمی روا ساخت و حکمی را بر ما پسندید و بنابراین از ما بر نمی آید که با حکم حاکم مطلق معاندت و مخالفت کنیم. ما چاره ای نداریم جز اینکه حکم حاکم را بپذیریم، چون قدرت این را نداریم که در برابر او بایستیم. اگر خداوند حکمی کند آیا ما می توانیم در برابر حکم او بایستیم؟ حتی اگر خواستیم آیا می توانیم؟ خب بنا به آن توحیدی که ما به آن معتقد هستیم و همه کسانی که به الله، به خدا یا به هر
در هر دین و مذهب و مکتب دیگری به خدا معتقد است، معتقد است که خداوند حاکم علی الاطلاق است، حاکم مطلق است و هر چه حکم کنند حکم او تغییر و تبدیل نخواهد داشت و هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. این حکم حق تعالی است که بر موجب آن چیزی که ذوات معلومات اقتضای آن میکند. خب یک بحث جالبی باز کرده اینجا، میگوید ما آیا معلوم خداوند هستیم یا نیستیم؟ اینجا به چند صفت الهی اشاره می‌کنه. یکی صفت حاکمیت خداوند، دیگر صفت عالمیت خداوند. خداوند عالم است، علیم است و علام است. عالم است فاعلیت است، علیم است یعنی صفت مشبهه و علام است یعنی صیغه مبالغه. بسیار دانا هست و همه چیز را می‌داند و علم او همه چیز را در بر گرفته است. هیچ چیزی از علم خداوند بیرون نیست. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوند می‌داند هر چه در آسمان ها هست و آنچه در زمین است. ما تسقط من ورقه الا یعلمه الله، هیچ ورقه ای، هیچ برگی از هیچ درختی در هیچ جنگلی در یک جای جهان نمی افتد مگر اینکه الا یعلمه الله، خداوند او را می‌داند. خداوند به همه چیز آگاه است. علم او همه چیز رو احاطه کرده است. چیزی خارج از دایره علم خداوند وجود ندارد. هر چه هست رو خدا میداند. اصلا چرا میداند؟ خالقیت اوست. چون خود آفریده است پس همه چیز را میداند. مگر من میتوانم چیزی رو بیافرینم و به وجود بیاورم و نسبت به وجود آن علم نداشته باشم؟ طبیعی است که ممکن نیست. من وقتی چیزی رو به وجود می آورم، من وقتی کلمه ای رو به وجود می آورم و بر روی کاغذ می نویسم، آیا نسبت به این کلمه آگاه هستم یا نیستم؟ اصلا ممکن نیست قبل از علم چون این اتفاقی بیفته. و قدرت هم مورد دیگری است که خداوند قادر هم هست و هم قدرت بر ابقای ماکان هم دارد. از این جهت هست که این صفت ها همه همدیگر رو تقویم می کنند، مقوم همدیگر هستند و همدیگر رو تقویت می کنند تا اینکه به یک پیوستگی جامع و عام و اصولی دست پیدا می کند. می فرماید که حکم این قضا چیز، حکم چیزی که ذوات معلومات اقتضای آن می کند. خداوند این جهان معلوم خداوند است. خداوند همه اینها رو میداند. یعنی خداوند میداند من اینجا خواهم نشست یا نخواهم نشست. خداوند میداند شما اینجا خداوند کنی و چه پیش خواهد آمد. این یک اصل کلی است. بنابراین وقتی که خدا میداند و از نظر عرفا این قضای الهی مربوط به علم الهی است، مربوط به قدرت الهی است، مربوط به حاکمیت الهی است که وقتی خدا حاکم است و عالم است و قادر است پس قضای او حتمی است. آنچرا که میداند آن اتفاق خواهد افتاد. هرچه که میداند و علم او به آن تعلق گرفته از البته باید اتفاق بیفتد و این همان قضای الهی است. حکم حق تعالی بر موجب آن چیزی که ذوات معلومات اقتضای آن. این معلومات ذاتهایی دارند، ذاتی دارد. تمامی معلومات، هر چیزی که معلوم است یک ذاتی دارد. خداوند آن ذات معلومات رو میداند، نه صورت معلومات، نه عرضیات معلومات، بلکه علمهای ما اگر عارضی هست، علمهای ما چیزی است که بر آن علم مطلق و علم کامل بار می شود و ترکب پیدا می کند. اینجا چون این نیست، این ذاتی است و این علم، علم ذاتی حق تعالی است. خب این
این حد کافیست به نظرم، زیاد اگر پیش برویم موجب ملال خاطر میشیم. قضا این است و قدر اشارت است به توقیت و توفیه آنچه بر ویند اشیا در عین خود بی زیادت و نقصان. خب قدر چیست؟ قدر توقیت این است. موقت کردن استاد فرمودن راجع به زمان همان زمانی کردن موضوعات است. قضای الهی حتمی است و لازمان است، اما قدر الهی مقید به زمانهای ناسوتی هست، چون در این جهان این زمانهای خلقت و خالقی رو آورده است. این زمانها به نسبت خلقت و خالقیت ممکن است متعدد باشد و زمان هم در اینجا به وجود میاد. خداوند میداند که چه کسی در چه زمانی خواهد مرد، این قضاست. اما قدر او هم وجود دارد، ممکن است قدر او به این تعلق پیدا کند که این شخصی که مثلا قرار بود در 80 سالگی بمیرد در 90 سالگی بمیرد، یا این شخصی که در 80 سالگی قرار بود بمیرد در اثر یک تصادف در 20 سالگی بمیرد. اینها مربوط همان قدر است، یعنی اون اندازه و توقیت و توقیه. توقیه یعنی اون بقا و نگه داشتن خداوند است که یک کسی رو نگه می‌دارد. کسی هست که مثلا خداوند، قضای خداوند بر این تعلق گرفته که در 35 سالگی در اثر بیماری سل خواهد مرد. حال آمدیم مثلا بیماری کرد، او از این درمان بهره برد، 35 سالش شد 70 سال. این اتفاق خواهد، این مربوط به قدر الهی است که آن مربوط به توقیت و توقیه خداوند. خداوند از صفت وقایه خود استفاده کرد، خداوند واقعی هست، نگه دارنده هست. خداوند او رو نگه داشت و نگذاشت که بمیرد. همه مسائل چنین هستند و همین موارد در جای خود بهش توجه شده است. حال به این هم اشاره بکنیم که این علمی که راجع به خداوند گفتیم، شیعه معتقد است، برخلاف اهل سنت، شیعه معتقد است که خداوند علم قابل تغییر هم دارد. یعنی خداوند علمش اگر به چیزی تعلق گرفته باشد، این علم خداوند قابل تغییر است. خداوند میتواند علم خود رو هم تغییر دهد. این نیست که خداوند وقتی چیزی رو حتمی فرمود دیگر خود نتواند آن حتمیت رو از بین ببرد. خداوند که خود چیزی رو مقرر کرد، حکمی را صادر فرمود، میتواند آن حکم رو خود هم نقض کند. و از این جهت است که مسئله اندکی روشن‌تر میشود و نسبت به مسائل یک جواب نسبی پیدا میشود. قدر اشارت است به توقیت و توفیه آنچه بروین اشیا. اشیا موقتند و متوفی هستند، یعنی هم یک زمانی دارند، یک وقتی دارند و بعد از آن از بین خواهند رفت. همه اشیا چنین هستند، اندکی هستند، ولی این عالم خاص، عالم ناسوت، همه رو یک جا نگه نمی دارد. درختی است، اندکی هست، 100 سالی، 200 سالی یا 10 سال، 20 سالی هست و بعد خواهد پژمرد و از بین خواهد. حیوانی است، سن معین دارد. این توقیت ها و توقیه ها در این راستا هست. سر این سخن آن است که آنچه حق تعالی دانسته است از احوال هر عینی در حالت ثبوت آن عین در غیب مطلق. خب میگه که حق تعالی دانسته است. چه چیز را دانسته است؟ علم خدا به چه چیزی تعلق یافته است؟ احوال هر عینی. ما یک عین داریم، یک ذهن داریم. ذهن آن چیزی است که در ذهن ما، همان خیال یا حافظه، آن چیزی که در ذهن ما هست، صور خیالیه یا خیالات ما هست. و دیگر در حقیقت این عین است. عین آن چیزی، عین آن چشم. عین برای عین بیش از 70 و چند معنی گفتند، یکی هم به معنای چشم است، یعنی عین آن چیزی که دیده می شود. هر چه که با چشم دیده می شود با آن می گوییم عین، و در برابر آن ذهن است. این کتاب در اینجا عینی است، چون به چشم همه ما در می آید. وقتی ما
چشم رو بستیم و این رو ندیدیم، در ذهن ما این صورتی دارد، در ذهن ما صورتی در ذهن ما منتقش است، مرتسم است از این کتاب. بنابراین آن صورت ذهنی است که از این کتاب دارم. ما این کتاب رو نداشته باشیم، این کتاب تلف شود، عینش تلف شده است ولی ذهنش هنوز هست. من همواره یادم هست که فلان کتاب با فلان خصوصیت بوده است. این همان ذهن است. فرق ذهن و عین که مشخص. بعد می‌فرماید که احوال هر عینی در حالت ثبوت آن عین در غیب مطلق. غیب الهی غیب مطلق است. این عین‌هایی که ما الان می‌بینیم همه آنها ثابت شده است و اعیان ثابته هست در آنچه که در نزد خداوند است. و گفتن اعیان ثابته یا ثبوت عینیه که بحث هست، یعنی صور اشیا قبل از خلقت در علم الهی. همه آن چیزی که در این جهان به وجود آمده است و تمامی صورتهای این جهانی در علم الهی وجود داشته است. مانند کسی که مولانا در مثنوی هم اشاره دارد به این، می‌فرماید که وقتی یک کسی، یک مثلا کوزه‌گری می‌خواهد کوزه‌ای بسازد، اول ذهنیت آن هست که بعد آن ذهنیت تبدیل به عینیت می‌شود. اول طرح آن کوزه در ذهن او هست که بعداً می‌آید و بر اساس آن طرح ذهنیه می‌آید و کوزه رو می‌سازد. یک بنا می‌خواهد بنایی رو بسازد، اول نقشه و نقش اصلی آن و تصویر و تصور خاصی از آن در ذهن او پدید می آید. می داند این ساخته آن مثلا 10 طبقه خواهد بود، فلان شرایط رو خواهد داشت. اول ذهنیت به وجود می آید، اول ذهن و آن صور مرتسمه در ذهن ایجاد می شود. اول صورتهای ذهنیه هست و بعد مصالح می آورد، آجر و چوب و آهن و سنگ و بتون و اینها رو می آورد و این ذهنها رو تبدیل به عین می کند، ذهنیتها رو تبدیل به عینیت می کند. این امر بسیار ساده و قابل قبولی است. این که این اعیان ثابت گفتند در اصطلاح عرفا و همه هم نسبت به آن اشتباه می کنند و امر سختی به نظر می آید، همان اعیان ثابته. این عین‌ها قبلا چه بودن؟ ثابت بودن در چی؟ در علم حق تعالی. چون علم حق تعالی ثابت است و همه چیز عیناً در آنجا حضور دارد، بنابراین در آنجا هست. اما برخلاف ما که ما اول در ذهن خود چیزی را می آوریم و بعد اون رو تبدیل به عین می کنیم، ذهن و عین ما متفاوت است. بین ذهنیت ما و عینیت ما فاصله وجود دارد. من اول چیزی رو در خاطر می آورم، اراده ای می کنم، خیاط یک اراده ای می کند که من از این پارچه این لباس رو خواهم ساخت. بین این که اراده می کند تا زمانی که این لباس ساخته شود چند روزی فاصله هست. اما در مورد خداوند چگونه هست؟ در مورد خداوند این فاصله نیست. کن اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون. كن فيكون است، بلا فاصله اتفاق میافتد. بنابراین در مورد خداوند ذهن و عین با هم فاصله ای ندارند، عین و عین است. اصلا ذهنی وجود ندارد در مورد خداوند، چون به محض اینکه خداوند خواست چیزی به وجود بیاید، چیزی عینیت یابد، یافته است، عینیت یافته است، تمام شده است. کافی است که اراده تعلق بگیرد، دیگر آن ذهنیتی از ما نیست که ما ذهنیتمان بارور شود، کم کم اشکالات نقشه را برطرف کنیم تا یک ساختمان را بسازیم. در مورد خداوند چنین نیست. به محض تصور و به محض اراده خود به خود حاصل است. بنابراین در مورد خداوند ذهنی وجود ندارد، همش عین هست، چون فاصله ذهن عین آنقدر به هم نزدیک است که بلا فاصله اگر بدون اینکه ذهنیت به عینیت و این تطور و تحول و این فاصله که برای ما ضروری است، برای خداوند هیچ ضرورتی ندارد، بدون فاصله اتفاق می افتد و بلا فاصله به وجود می آید. آن به وجود آمده است،
بنابراین چی هست؟ اعیان هست، عین هست، عینهای دیگر هست و ثابت هم هست در علم الهی. خداوند وقتی علم خداوند تعلق پیدا کرد به یک مسئله ای، به یک موردی، به یک مخلوقی، به هر چیزی تعلق پیدا کرد، به محض تعلق اراده آن عینیت یافته است و تمام شده است و آن همان عین ثابت هست، آن همان در ذهن ما که نقوش مرتسم در ذهن است. برای خداوند اینها وجود ندارد، این عرضیات وجود ندارد، همش ذاتی است، یعنی به محض اراده اتفاق می افتد، کن فیکون. بنابراین همش عین هست و در اونجا از ذهن و موارد دیگر سخنی در میان نمی آید. در حالت ثبوت آن عین در غیب مطلق، وقتی در غیب مطلق این حالات ثابت شد دیگر مسئله ای نیست. پس هر آینه چنانچه مقتضای آن عین باشد ظاهر شود بر وی در زمان وجود عینی. وقتی که این وجود عینی بود خود به خود ظاهر می شود، دیگر فاصله ای بین ذهن و عین وجود ندارد. بلا فاصله اذا اراد الله شیئا ان یقول له، فقط می فرماید باش، با اون ذهنیت و با این عینیت کاری ندارد، همش عینیت است. به همین جهت است که به او میگویند اعیان ثابته. ثابت است. چرا ثابت است؟ چون علم خداوند ثابت است، ثبوت علمیه دارد. چرا؟ چون که اصلا همه چیز خداوند ثابت است و دقیق است و کامل است. ثبوت در مورد مرور هست، در برابر مرور هست که یک چیزی حرکت میکند، ولی همه چیز در مورد خداوند ثابت است. و از اینجا معلوم می شود که حکم قضا و قدر تابع علم است. خب روشن کرد که حکم قضا و قدر تابع علم است. علم خداوند موجب به وجود آمدن قضا و قدر می شود. علم اگر موقت باشد تغییر پیدا کند، وقتمند باشد، وقتدار باشد، می شود قدر. اگر نباشد و علم الهی در همان حالت خود بماند می شود قضا. و علم تابع معلوم که عین ثابت است، عین هم تابع معلومه. معلوم چیز؟ معلوم همان چیزی، همه چیز است که در نزد خداوند معلوم است و البته ممکن است در نزد ما مجهول باشد. و عین ثابت است مقتضی آنچه از منافع وی را حاصل گردد و آنچه از مضار وی واصل شود. خب عین ثابت است، چه منفعتی داشته باشد چه مضرتی داشته باشد، همه اینها اعیان ثابت هستند. پس اعیان ثابت آن چیزی است که قبل از خلقت این جهان و همه عالم‌ها در علم کلی الهی وجود داشته است. به این میگوییم اعیان ثابت. هر چیزی که در علم کلی الوهیت وجود داشته است، در عالم ازل، در عالم غیب، در عالم غیب الغیوب، در عالم جمع الغیوب، در آن عالم ها آن چیزی که قرار بود در این جهان به وجود بیاید، همه آنها در علم خداوند معلوم بود. این معلومات، این معلوم شده ها همان اعیان ثابته هست. دیگران اینجوری گفتند چون قوابل جمال بنمودند، مستعدان سؤال فرمودند. میگه قوابل یعنی قابلیت ها. این ما یک بحث بالقوه و یک بحث بالفعل داریم، یعنی این قابلیت ها یا بالقوه هستن یا بالفعل هستن. بالقوه یعنی چه؟ بالقوه یعنی اینکه در قوت، در قدرت او هست که نهایتاً چیزی باشد. مثلا مجموعه هزاران آجر و مصالح بالقوه یک ساختمان است، یک دانه گندم بالقوه یک خوشه گندم است، یک دانه سیب بالقوه یک درخت سیب است، یک سیب است. یعنی می تواند که چنین باشد. اگر این قوه به فعل در بیاید، این قابلیت به ظهور در بیاید، در آن صورت آن شی و آن چیز واقع خواهد شد. مثلا یک شخص بالقوه دانشمند است، اگر بتواند این قوه رو به فعلیت تبدیل کند و نهایتا آنقدر
تلاش کند، مجاهده کند، مجاهده علمی کند تا بتواند دانشمند شود. وقتی این شخص دانشمند شد میگوییم بالقوه شد. یک سیبی که یک دانه کوچک از آن اگر در خاک بیفتد تبدیل به یک درخت خواهد شد، آن دانه چیست؟ دانه بالقوه یک درخت است. این رو همه میپذیریم. و وقتی که این دانه تبدیل به درخت شد، این قوه به فعل تبدیل شد و دیگر نمیگوییم بالقوه درخت است، میگوییم بالفعل درخت است، چون که فعلیت پیدا کرد و عینیت پیدا کرد. ما دیدیم که چه شد. یک کودک، یک بچه شش ماهه بالقوه یک مرد کامل است یا یک زن کامل است. خب این وقتی که بالقوه هست، یعنی این قدرتش رو دارد که چنین باشد. اما آیا یک دانه بالقوه یک مرد است، بالقوه یک زن است، میتواند باشد؟ نه. چرا؟ چون در دانه قابلیت زنی بود، زنی و مردی نیست. قابلیت زن بودن و مرد بودن در اون نیست. این قوابل منظور این است، قابلیت ها مهم است، این قابلیت در اون نیست. بایستی این استعداد و قابلیت ها در انسان باشد که بتواند این قوابل تبدیل به فوائل شود و این به فاعلیت ها تبدیل شود. چون قوابل جمال بنمودند، آن قابلیت ها اومدن خودشون نشان دادن. ما دیدیم بله در این شخص قابلیت های وجود دارد. ممکن است شما کسی رو ببینید برای کاری نیاز داشته باشید، 10 نفر بیایند، 20 نفر بیایند، میخواهید استخدام کنید کسی رو، 20 نفر بیایند، در یکی قابلیت رو میبینید که بله این تواناست، این میتواند در این راستا به من کمک کند. این قابلیت، این استعداد، استعداد رو کشف میکنید و بالقوگی او رو به بالفعل تبدیل میکنید. چون قوابل جمال بنمودند، مستعدان سؤال فرمودند. مستعدان هم اونایی که مستعد بودن، اونها هم خواستن. سؤال کردن یعنی خواستن، درخواست کردن، طلب فعل نیک و بد کردند، هر یکی حکم خود به خود کردند. خب طلب کردن فعل نیک و بد، هر کدام یکی به دنبال نیکی رفت، یکی به دنبال بدی رفت. جهان رو که عرفا نظرشون این هست، حالا خوب باشد یا بد باشد، نظرشان این است که وقتی خداوند آفرید این جهان رو، انسانها رو، هر کسی آمد و طرف دیگر رو گرفت. مرحوم نگه میگوید بر بلا و لا زبانها باز شد، نوری و ناری ز هم ممتاز شد. اینها این که خداوند گفت الست و برد بکم، آیا من رب شما نیستم؟ بر بلا و لا زبانها باز شد، هر کسی زبانش باز شد. بر اساس قابلیتی که داشت، قابلیت وجودی که داشت، یک عده گفتن بلا، یک عده گفتن لا. یک عده گفتن بله، بلا شهدنا، بله تو رب ما هستی خدایا. یک عده گفتن لا. خب نوری و ناری زهم ممتاز شد. اونایی که بلا گفتن نوری شدن، آنهایی که لا گفتن ناری شدن. و این بود که اینها در حقیقت اصناف وجود و اصناف تمامی اعیان ثابته به مقر خود رسیدند و فوائل و در حقیقت قوابل به اصلیت خود تبدیل شدند. آنچه که بالقوه بود به فعلیت در آمد. طلب فعل نیک و بد کردن، یک عده رفتن دنبال کار خوب فعل نیک، یکی رفتن دنبال فعل بد. هر یکی حکم خود به خود کردن، خودشان بر خود حکم کردن، نه اینکه خدا جبرن اینها رو وادار کرد. اینها در درونشان بر اساس قابلیتشان و بر اساس استعدادشان بلی گفتن یا نگفتند، به دنبال خوبی رفتن یا به دنبال بدی رفتند، و خودشان خودش در مورد خودشان حکم کردن، حکم به بدی خود کردن یا حکم بر خوبی خود کردن. گر در آتش روند و گر در آب، خود طلب کردند آن دریاب. میگه خودشان خواستن. هر کسی که در آتش میرود خودش خواسته است، و هر کسی که در آب میرود خودش خواسته است. و از این معانی روشن شد که رد قضا محال است. این که قضا رد شود محال است.
قضای الهی اگر آمد این رد شدنی نیست. و دفع قدر خیار، این که ما قدر الهی رو دفع بکنیم و آن وقتی رو که خداوند مقرر کرده برای قضای خود ما او رو کنار بنهیم، این خیال باطلی است، خیال واهی است. نمی توان با قضای خدا در افتاد و نمی توان با قدر اولویت در افتاد. کسانی که این رو می فهمند و این رو درک می کنند، اینها خیلی راحت زندگی می کنند. اما کسانی که فکر می کنند قضا و قدر الهی رو می توانند تغییر دهند، اینها دائم در رنج عذابند، چون کاری رو از خود می خواهند که کار اینها نیست، در حیطه اینها نیست، این در حیطه حق تعالی است. و این که انسان به آنچه که به او داده شده از راضی باشد، این بسیار به عقل و خرد و سلامت روانی انسان نزدیک است. چرا اکثر انسان ها مریضند؟ چرا اکثر انسان ها بیمار روانی هستند؟ آنچنان که میگویند در ایران میگن بالای 80% مردم مریض روانی هستند. چرا این گونه هستند؟ چون به قضا و قدر الهی سر نمی نهند و تسلیم قضا و قدر الهی نمی شوند. می خواهند تغییر بدهند و این اساساً تغییر دادنی نیست، این اساساً شدنی نیست. انسان می بایست که به قضا و قدر الهی روی بنهد، دل بنهد و بپذیرد. راجع به این البته در ابیات آینده بسیار سخن خواهد گفت. لا راد دل قضائه ولا معقب له حکمه، هیچ رد کننده ای برای قضای او نیست، ولا معقب له حکمه و حکم او رو عقب اندازنده و کسی که بخواهد حکم او رو تعقیب کند و عقب بیندازد وجود ندارد. حکم الهی ثابت است و انجام خواهد شد. خود رو به این در و آن در زدن جز زحمت کاری برای انسان ندارد. در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. سعدی این رو ختم کرده، میگوید یک آهویی هست در یک جایی گرفتار آمده است، فقط این قدر رو میخواهد به تأخیر بیندازد. در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. کسی که میفهمد چنین است. در قصه های دیگر هم چنین است. اینکه مثلا مالاسف به دانش آموزان ما یاد میدهند که برخلاف جهت رود شنا کنید، از بیهوده هایی است که ما به فرزندان ما یاد میدهیم که در خلاف جهت رود، یعنی در خلاف جهت طبیعت و خلقت حرکت بکنید. این رو هم خیلی جالب و عالی میدانیم. نه، چنین نیست. اگر بخواهی میبایست که نیروهای طبیعت رو بر نیروی خود بیفزایی و حرکت کنی، وگرنه بخواهی در برابر نیروهای طبیعت اینقدر مقاومت بکنی، نهایتاً بعد از یک مدتی دیگر از کار بیکار خواهی شد. فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، خداوند فعال مطلقه. فَإِنَّ اللَّهَ، خداوند يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، میکند هر آنچه بخواهد. معمولا هم از کسی مشورت نمیگیرد خداوند، از کسی سؤال نمی کند که این را بکنم یا نکنم، کاری ندارد. خود آنچه که مطلق است انجام می دهد و از هیچ کس هم سؤالی ندارد. کما قال قدس سره، ای مسلمان باید تسلیم جست. میگه مسلمان یعنی چه؟ چه کسی مسلمان است؟ الاسلام هو تسلیم و تسلیمه هو الیقین. حضرت علی فرمود که اسلام همان تسلیم است و تسلیمه هو الیقین، تسلیم همان یقین است. باید یقین بیاوری که جز تسلیم چاره ای نداری. ای مسلم، اصلا مسلم کیست؟ مسلم از سلمه هستی که، مسلم کسی است که تسلیم شده باشد، تسلیم بی قید و شرط خداوند باشد. اسلام یعنی تسلیم شدن. ای مسلمان باید تسلیم جست، بایستی بری دنبال تسلیم، تسلیم را بجو، چیز دیگری دنبالش نباش، تسلیم باش. لیک مقصود ازل تسلیم توست، یا زان که مقصود ازل تسلیم توست. مقصود ازل الوهیت از اول خواسته که تو تسلیم بشی. الدین عند الله الاسلام،
ان الدین عند الله الاسلام، امانا دین نزد خداوند اسلام است. اسلام است یعنی چه؟ یعنی تسلیم شدن، یعنی بایستی در برابر خداوند تسلیم باشی. اول و آخر قصه این است. دوست میداری یا دوست نمیداری خب مهم نیست، آنچه که خداوند خواسته است او اجرا خواهد شد. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، با قضای الهی پنجه زدن یعنی مقاومت کردن. پنجه میزند تا اینکه، ولی بیهوده است، با قضا که نمیتوان پنجه زد. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا قضا با تو نگیرد هم ستیز. حافظ شعر زیبایی دارد در این مورد که اگر خاطرم بیاید همه حتما حفظ هستید، که سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش، که میگوید که شما سعی کنید که در برابر سختی های جهان سختی نگیرید، خودتون رو سخت در برابر جهان نگیرید، چون اگر سختی کنید سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. کسانی که سخت گیر هستند جهان هم بنابه به حادثه تقابلی که هست، و چون ما هرچه به جهان میدهیم جهان اون رو به ما بازپس میدهد. فعل ما کوه هست و این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید بله صداها از ندا، یا نداها را صدا. این که این کوه هست، این فعل ما کوه هست، ما هرچه بگیم او بر میگردد. اگر به کوه دشنام بگوییم دشنام بر میگردد، اگر سلام بگوییم سلام بر میگردد. ما اگر سخت بکوشیم او هم سخت گیری میکند، اگر سهل بگیریم او هم سهل خواهد گرفت. این قصه ساده روزگار است که ما تا آخرش متوجه این امر نمیشویم. ما چند دهه از عمر ما میگذرد، پیر میشویم، میمیریم، ولی این رو یاد نمیگیریم که ما نباید سخت گیری بکنیم. در مورد همه سخت گیری میکنیم، با همه سخت گیری میکنیم. نمیدانیم که این سخت گیری نسبت فرزندمان، نسبت به زیر دستمان، نسبت به بزرگانمان، این سخت گیری ها موجب می شود که این سخت گیری نتیجه معکوس بدهد. ولی نمیدانم چرا هیچ وقت ما در خیلی مسائل اینجوری هستیم، از جمله این مسئله، هیچ وقت عبرتی نمی گیریم، عبرتی نمی آموزیم، درسی نمی گیریم. این رو می دانیم که اگر با جهان به سخت بگیریم جهان با ما سخت خواهد گرفت، ولی همیشه سخت می گیریم تا به ما سخت بگیرد. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا قضا با تو نگردد هم ستیز. او قضا با تو ستیز کند تو نمی توانی در برابرش بایستی. سعی کن قضا رو بپذیری، سعی کن با ملائمت و با نیکی اون حکم الوهی رو برای خود بپذیری. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. پیش حکم حق باید مرده باشی، وگرنه قل اعوذ برب الفلق، رب فلق، رب شکافنده آسمان ها و زمین است خداوند. بنابراین اگر او که شکافنده آسمان ها و زمین است، از تو یک چیز بسیار ضعیف نحیف کوچک نمیتواند تو را بشکافد، کلن هستیت را برباد دهد. خداوندی که این جهان عظیم رو شکافته است، توی انسان بسیار بسیار ضعیف رو نمیتواند سر جای خود بنشاند. اما با این حال انسان میآید و تبختر میکند، تکبر میکند. غیر آن قسمت که رفتن در ازل، روی ننماید کسی را در عمل. آنچه که در ازل رفته است در عمل هیچ کس به هیچ کس رو نمیکند، حتی بخواهد عمل بکند نمیتواند انجام بدهد. با این حساب مولانا جبری کامل است، یعنی قضایی کامل است دیگه. این رو خواهیم گفت که مولانا چگونه هست. مولانا به جبر کلی و اختیار جزئی معتقد است، به جبر کلی و اختیار جزئی. ما اختیارات بسیار جزئی داریم، آن هم البته اگر اختیار باشد، اگر اختیار محسوب شود، که آن هم باز
انقلت دارد. اما نهایتا این است که برای اینکه این حشر و نشر و این حساب و کتاب اینها دروغ نباشد، ما مجبوریم اندکی اختیار رو برای امور خود قائل باشیم، وگرنه قبح عقاب بلا بیان و قبح مالایوتاق، این که تکلیف مالای قبح تکلیف مالایوتاق که انسان آنچرا که طاقت او رو ندارد نبایستی بر او تکلیف کرد. بنابراین چون خداوند هم حکیم علل اطلاق است و آنچرا که ما تکلیف میکند میداند که ما میتوانیم او رو انجام دهیم، بنابراین حکمی کرده است. اگر نبود که این اتفاق نمیافتاد. غیر آن قسمت که رفتن در ازل، روی ننماید کسی را در عمل. چون قضا بیرون کند از چرخ سر، وقتی که قضا از چرخ عالم از گردون سر بیرون کند، عاقلان گردن جمله کور و کر. یک هدهدی رفت در دام افتاد، همه شنیده اید، در دام افتاد. مرغان دیگر اومدن او رو شماتتش کردن، گفتن ای بدبخت، ای بیچاره، ای نادان، ای کور، ای ابله، تو که در زیر زمین آب رو میبینی چگونه این دام و دانه رو، این دام بزرگ رو در روی زمین ندیدی؟ او جوابی میدهد بسیار زیبا، جواب از حضرت پیامبر میدهد. میفرماید که روایت هست از حضرت رسول که فرمود اذا جاء القضا عمی البصر، وقتی قضا آمد چشم کور میشود. اذا جاء القضا عمی البصر، نه اینکه من ندیدم، قضا بود، من باید در این دام میافتادم، هرچه چشم میگشودم و گشادم ولی اتفاق نیفتاد. عمی البصر، هر گاه که قضا آمد چشم کور شد، چشم دیگر نمیبیند چیز دیگری رو، کور است. ممکن است برای همه ما اتفاق افتاده باشد، چیزی رو که از او بسیار حذر میکنیم یک دفعه سرمان بیاید، میگویم آخه من چه اشتباهی کردم، چه شد، چه اتفاقی افتاد، من که همه مسائل رو، مراقبت ها رو کردم، من که همه کارها رو انجام دادم، من که همه تمهیدات رو به جا رساندم، چه شد که این اتفاق نیفتاد؟ این همان قضای الهی. این همه دعا کردم چه شد این چنین شد؟ همان قضای الهی است. چون قضا بیرون کند از چرخ سر، عاقلان گردند جمله کور و کر. ماهیان افتند از دریا برون، دام گیرد مرغ پران را زبون. دام هم مرغ پرنده را زبون می کند، بیچاره می کند. چون قضا آید شود دانش به خواب، دانش و علم به خواب می رود. وقتی قضا آمد دیگر علم هم وجود ندارد. معمولا میگویند اشتباهات بسیار بزرگ رو حرفه‌ای ها انجام میدهند، میگویند تصادف های خیلی بزرگ مربوط به رانندگان بسیار حرفه‌ای است. یعنی نه اینکه نمیدانستند، نه اینکه تجربه نداشتند، نه اینکه توجه نداشتند، نه، قصه این است که ممکن است چون قضا آید شود دانش به خواب. مه سیه گردد بگیرد آفتاب، چرخ گردان را قضا گمراه کند. قضای الهی این چرخ را هم گمراه می کند، از مسیرش بیرون می کند. صد عطارد را قضا ابله کند. عطارد که ستاره است که در حقیقت ستاره سیاره هست، البته قدیما ستاره می نامیدن، سیاره است که مربوط به علم و دانش و فنون است. می گوید این و عقل رو، هر کدام از این صور فلکی و هر کدام از این اجرامی که هست، هر کدام نماینده یک چیزی بوده است در هیئت قدیم و نجوم قدیم. عطارد هم در حقیقت نماد علم و دانش بوده است، عقل بوده است. میگوید صد عطارد را قضا ابله کند، چون قضا آید نبینی غیر پوست. دشمنان را باز نشناسی ز دوست. وقتی قضا هست دشمن هست ولی به شکل دوست می‌بینی. این هوا با روح آمد مقترن، چون قضا آمد وبا گشت و افن. میگه این هوایی که هست، این هوا مانند روح هست، راه روح هست و راحت روان است این هوا و این هوای زیبایی که می آید. اما ممکن است چه شود؟ این هوا
وبا بیاورد، وبایی بیاورد و موجب وبال شود و همه رو درگیر کند. چون این هوا با روح آمد مقترن، مقترن یعنی نزدیک، اقتران یعنی قرین هم بودن. چون قضا آمد وبا گشت و افن. وقتی قضای الهی آمد، این نسیم صبحگاهی، این نسیمی که جان فضا هست و روح بخش است، این تبدیل به وبا می شود و عفونت از آن می بارد. این قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچو موش. این قضا ابری است که خورشید رو می پوشاند. این خورشید با این عظمتش توسط قضا پوشیده می شود. در حقیقت قضا خورشید اعمال ما رو می پوشاند و افکار ما رو محدود می کند. ما دیگر نمی توانیم ببینیم و درک کنیم. شیر و اژدرها شود زو همچو موش. شیر و اژدرها هم مثل موش می شود. غیر آنکه در گریزی در قضا، هیچ حیله ندهدت از وی رها. این که فقط از قضا باید به خود قضا فرار کنی، هیچ حیلت ندهدت از وی رها، هیچ چاره‌ای نداری، به هیچ وسیله‌ای نمی‌توانی از دست قضا رها شوی. اینها رو میگوید برای عاقلان، برای اونهایی که درک میکنن. یکی میگوید نه من میتوانم. خب بفرما، بتوانی هر کاری میخوای بکن و سعی بیهوده بکن و بعد از مدت‌ها، بعد از سالیان سال ببین که همه سعی‌ها و تلاش‌هایت همش بیهوده بوده و هیچ فایده‌ای بر او مترتب نیست. بله استاد لطف کردن این شعر رو گفت: آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. این هم بسیار سپاسگزاریم. حکایت آن ابله که میخواست به حیله تغییر قضا کند و اگرچه از مرگ میگریخت، اما عزرائیل در وی میآویخت. کما اشار الیه المولوی قدس الله تعالی روحه. قصه مشهوری است که در زمان حضرت سلیمان یکی از یاران سلیمان و یکی از مسلمین سلیمان که به سلیمان ایمان آورده بود، انسان پولدار و با مکنت و بزرگی بود، آمد پیش سلیمان گفت که من اکنون عزرائیل را دیدم. عزرائیل به من بد نگاه کرد، خیلی بد بود. لطفاً کاری کن که تو که بر بادها فرمان میرانی، بیا و مرا به هندوستان ببر. او هم گفت خب حتماً باید چنین کنم. گفت بله. از سلیمان به باد فرمان داد، در لحظه ای تجل عرض کرد و از مثلا بیت المقدس او رو برد به هندوستان. بعد از مدتی، مثلا چند دقیقه، عزرائیل رو دید حضرت سلیمان. گفت که تو چرا با یاران ما چنین بد نگاه میکنی؟ چرا به یاران ما اینگونه بی عنایت هستی؟ گفت والا من بد نگاه نکردم. خداوند فرموده بود که در فلان زمان جان او رو در هندوستان بگیرم. من آمدم او رو در اینجا دیدم، پیش تو دیدم. من تعجب کردم که خداوند که کار بیهوده ای انجام نمی دهد. حکم الهی حتما، قضای الهی ثابت است. خداوند حتما می داند. من ماندم که چه؟ این با هر وسیله ای که بخواهد برود، تا چند ماه نتخواهد توانست که به آنجا برسد. این چگونه این گونه است؟ و بعد رفتم سر مأموریتم، بودم سر ساعت در مکان معلوم و زمان معلوم بودم. در آنجا دیدم او رو، جانش را گرفتم و آمدم خدمت شما. قصه این است که واقعا دست ما نیست. اینکه اگر او میخواست از قضای الهی فرار کند و چون این چیزی ممکن نیست. راد مردی چاشتگاهی در رسید. دیگه اینها رو من سریع میخونم. در سرا عدل سلیمان در دوید، رفت پیش سلیمان. رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. بیچاره اونقدر ترسیده بود که رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟
گفت عزرائیل در من اینچنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین. یک خشم گین به من نگاه کرد، من دیگه تهی شدم. گفت هین اکنون چه میخواهی بخواه؟ گفت فرما باد را ای جان پناه، تا مرا از اینجا به هندوستان برد، بو که بنده کان طرف شد جان برد. من جان ببرم از دست او، برم در هندوستان و خلاص شم از مرگ. نکز درویشی گریزانند خلق، لقمه حرص و عمل رانند خلق، یا لقمه حرص و عمل زانند خلق. یعنی اینکه مردم از درویشی گریزانند، یعنی به داده خداوند رضایت ندارند. میگویند ما کم پول هستیم، کم مقدار هستیم، خدایا به ما بیشتر امکانات بده. لقمه حرص و عمل، دنبال حرص و عمل هستند. ترس درویشی مثال آن هراس، حرص و کوشش را تو هندوستان شناس. کسانی که از رنج و از نداری می هراسند، اینها همیشه ناراحتند و همیشه نگرانند و نمیدانند که خداوند به اینها چه خواهد داد. مولانا قصه گاوی رو بیان میکند که هر روز که صبح میشد، این گاو حریص و طماع، هر روز که صبح میشد میرفت در مرغزار، صبح تا شب میچرید و شکمی از عزا در میآورد و آنقدر میخورد تا فربه میشد. بعد که به آخر برمیگشت، شب تا صبح از فکر این که نکند فردا بازم آن چمن و آن غذا نباشد لاغر می شد. از شب تا صبح به خاطر اینکه نمی دانست آیا فردا باز هم خواهد داشت که بخورد یا نه، لاغر می شد. باز فردا می رفت، می دید باز همان خوردنی ها هست. تا صبح تا شب می خورد، فربه می شد و بعد شب تا صبح لاغر می شد و همچنین. می گوید این انسان ها چنینند، امروز رو دارند اما میترسن که فردا رو نداشته باشند. این حرص و طمع و آرزوهای دور و دراز او رو از هویت بیرون میکنند و انسان ها هستند که همیشه نگران آینده هستند که آیا فردا خواهم توانست چیزی پیدا کنم و بخورم؟ آیا فردا مثلا پولی خواهم داشت؟ اینها کار درویشی نیست. باد را فرمود تا او را شتاب، برد سوی قعر هندوستان چو آب. مانند آبی که در زمین می رود، به سرعت می رود، او هم برد به هندوستان. روز دیگر وقت دیوان قضا، پس سلیمان گفت عزرائیل را. دیوان قضا برپا کرده بود، از عزرائیل گفت کان مسلمان را به خشم از بهر آن، بنگریدی تا شد آوارز خان. تو خشمگین شدی به آن مسلمان، اینجوری نگاه کردی، او هم بیچاره خانواده و خانمان و خاندان و کاشانش رو رها کرد و رفت. گفت ای شاهد جهان آن پرملال، فهم کج کرد و ربود او رو خیال. او خیالمند شد، فهمش کج شد، چنین نبود. من در او از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. من تعجب کردم، با تعجب دیدم، نه اینکه خشمگین شده باشم، که مرا فرمود حق کامروز هان جان او را تو به هندوستان ستان. باید جان او رو در هندوستان بگیری. دیدمش اینجا و بس حیران شدم، من دیدم اینجاست حیران شدم، دیدمش اینجا و بس حیران شدم، در تفکر رفته سرگردان شدم. از عجب گفتم گر او را صد پرست، او به هندوستان شدن دور اندر است. او حتی صد تا پرم داشته باشه، این دیگه نمیتونه تا مثلا چند لحظه دیگر در هندوستان باشد. چون به امر حق به هندوستان شدم، دیدمش آنجا و جانش بستدم. دیدم اونجاست و جانش را گرفتم. تو همه کار جهان را اینچنین کن قیاس و چشم بکشا و ببین. میگه چشاتو باز کن و ببین چه پیش میآید. از که بگریزی؟ از خود ای محال. از که رو تابیم؟ از خود این خیال. گر شود ذرات عالم پیچ پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. چون گریزد
چون گریزد این زمین از آسمان، چون کند او خیش را از وی نهان. این زمین میتونه از سیطره آسمان و از سیطره جو در بیاد، چون این چیزی ممکن نخواهد بود. انشاءالله توضیحاتش رو عرض کردیم، بقیه رو سریع‌تر و انشاءالله بیشتر میخوانیم. انشاءالله که همه واقعا به آن هوشیاری برسیم که بدانیم آنچه او مقدر میکند به او تسلیم باشیم و تسلیم قضای او باشیم. رضا لرضائک و تسلیم لامرک، لا معبود سواک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باید دانست که مراد از آسمان اعیان ثابته است که در مرتبه عالی اند، و مراد از زمین آثار آن اعیان که موجودات عینی اند، و زمینش به جهت آن گفت که ساکن است هنگام تیران قضا که مقتضیات اعیان است بر وی و از آن برطرف نتوان شد. خب بحثی که داشت در مورد قضا و قدر بود. عرض شد که قضا و قدر از دیدگاه خداوند است، و اگر ما بخواهیم قضا و قدر رو در خصوصیات بشری تعریف کنیم، این رو به جبر و اختیار تعبیر خواهیم کرد. قضا در حدود الهی همان جبر است در حدود بشری، و قدر در حدود الهی همان اختیار است در حدود بشری. بنابراین از کدام دیدگاه به آن نگاه می‌کنیم بسیار برای ما تعیین کننده است. از دیدگاه الوهی قضا و قدر خواهیم گفت، اصطلاحی است، و از دیدگاه بشری جبر و اختیار. ابتدا چون دیدگاه الوهی مقدم بود، راجع به قضا و قدر سخن گفت و رسید به آنجا که قصه حضرت سلیمان و عزرائیل رو بیان کرد که روزی یکی از یاران حضرت سلیمان آمد و گفت که عزرائیل را دیدم که نگاه خشمناکی به من کرد و من بسیار ترسیدم و هراسان هستم، کاری کن که من از دست او دور شوم و مرا به دورترین جایی که ممکن است منتقل کن. حضرت سلیمان پرسید کجا میخواهی؟ گفت میخواهم بروم هندوستان. و حضرت که بادها در زیر امر او بود به بادها فرمان داد، یا به هر نحوی که بود از با تیل ارضی فرمان داد که او رو به هندوستان ببرند. بعد از چند روز یا فردای آن روز حضرت سلیمان جبرائیل علیه السلام را دید، عزرائیل علیه السلام را دید و به عزرائیل گفت که چرا یاران ما را میترسانی؟ گفت من نترساندم، من فقط با نگاهی خیلی سخت و عجیب او رو نگاه کردم، چون که خداوند دستور داده بود که من جان این شخص رو در چند دقیقه بعد و چند یکی دو ساعت بعد در هندوستان بستانم. و وقتی که دیدم او هنوز در فلسطین است و تا آنجا بسیار راه است، او چند ماه هم نمیتوانست که به آنجا برسد، من تعجب کردم، با تعجب نگاه کردم، به خاطر اینکه خداوند که حکمش البته عبس نیست و حتما وقتی خداوند حکمی میدهد آن بایستی عملی شود. و اینکه این هم که اینجا بود با شرایط هیچ وقت ممکن نبود که او در هندوستان باشد، بنابراین سر موقع مقرر و موعد خاص خود آنجا حاضر شدم و اتفاقا او را در آنجا دیدم و جانش را ستاندم. و نمیدانم که به چه طریقی به آنجا آمده بود. مولانا از این قصه بسیار مهم و مشهور این رو
برداشت می کند که هرچند که از مرگ تا هندوستان هم بگریزی باز هم راهی و چاره‌ای نداری و البته بایستی به قضای الهی تن در دهی. افرادی که هوشمندتر هستند، افرادی که درک عمیق‌تری دارند، با پذیرفتن این قضا خود رو همراه می‌کنند و هموار می‌کنند مسیر رو برای درک خود. اما آنهایی که این هوشمندی رو ندارند، می‌خواهند با این قضای الهی در بیفتند و با قدر الهی موافق نیستند. از آن جهت بیشترین زجرها و شکنجه ها رو در زندگی خود میبرند و البته در آخر هم هیچ طرفی نمیبندند و هیچ فایده‌ای برای ایشان ندارد. انسان هوشمند آن است که قضا و قدر الهی رو بفهمد و درک کند و از نظر عرفا با قضا و قدر الهی ستیزه نکند. آنچه که خدا خواسته است رو سمعاً و طاعه بر گوش جان و دل بنهد و هرچه که هست بپذیرد بدون اینکه ذره ای در آن مشکوک شود و ذره ای در آن شک کند و بخواهد که او رو تغییر دهد. انسان هوشمند با انسان غیر هوشمند تفاوتش همین است. در این جهان هم شما میبینید اغلب انسان ها ناراضی هستند، اغلب زمین و زمان رو دشنام میدهند، اغلب مردم از زندگیشان، از همه چیزشان ناراضی هستند و این همان نشانه عدم هوشمندی است، عدم رضایتمندی است. چون اکنون میگویند که خوشبختی در نظر روانشناسی جدید، خوشبختی میزان سعادتمندی و روامندی انسان است. یعنی انسان هر چقدر که بیشتر میپذیرد، قبول میکند، آن وقت خوشبخت‌تر است. یعنی خوشبختی به ذهن انسان است، نه به اعمال و کردار و ظاهر انسان. خوشبختی این است که انسان قانع باشد یا قانع نباشد. اگر کسی قانع است آن وقت خوشبخت است و اگر کسی قانع نیست به آنچه که به او دادند و عالم قضا و قدر برای او مقدر داشته است، او البته همیشه غمگین و ناراحت خواهد بود. راه این که انسان از همه غم‌ها رها شود، راه این که انسان از غم‌های روزگار و غم‌های جهان آزاد شود، البته این است که تسلیم به قضا و قدر الهی شود و هرچه که او گفت او رو خود رو برای آن مهیا کند. در آن صورت است که یک حالت رضایتمندی خاصی برای او پدید خواهد آمد و همین رضایتمندی نشان دهنده خوشبختی او البته خواهد بود. بنابراین خوشبختی با رضایتمندی رابطه مستقیم دارد و اگر ما از آنچه که داریم، از آنچه که هستیم رضامند و رضایتمند باشیم، در آن صورت است که ما خوشبخت هستیم. و آن وقتی که ما از داشته‌های من راضی نیستیم و رضامند نیستیم، البته آن زمان است که بدبختی به سراغ ما آمده است. و می توانیم همون چنان که عرض کردم مردم رو ببینیم و اطرافیان خود رو ببینیم که چگونه ناراضی اند و ناراحتند از آنچه که به او داده شده است. اساساً هیچ کس نباید راضی باشد. اساساً طبع انسانی چیزی است که هرگز این رضایتمندی برای او پیش نخواهد آمد. هر کسی هر چیزی را که می‌خواهد البته به شأن آن نخواهد رسید. یکی دنبال مال است، چقدر می‌تواند به او بدهند، هر چقدر هم بدهند چون حد یقفی ندارد، حد ایستایی ندارد، هر چقدر هم به او بدهند باز ناراضی است و بیشتر می‌خواهد. اگر به یک کسی مثلا جمال بخواهد، هر چقدر به او بدهند باز هم راضی نخواهد بود. هر چیزی که بسیار به نظر او مهم است و اهمیت دارد، همه چیزهای دنیوی، انسان هر قدر که بخواهد، هر قدر هم به او بدهند باز هم راضی نخواهد بود و مقایسه خواهد کرد خود رو با دیگران. از آن جهت است که رضایتمندی شرط اصلی خوشبختی است و اینکه انسان اگر
رضامند باشد. رضان به رضایک و تسلیم لامرک لا معبود سواک رو بگوید، آن وقت است که او زندگی بسیار شیرین و خاطر انگیزی خواهد داشت. او وظیفه خود رو میداند، تکلیف خود رو در این جهان میداند، میداند برای چه آمده است و برای چه خواهد رفت و هیچ مشکلی و شکوائیهی در برابر طبیعت و جهان و انسانهای دیگر ندارد. خود رو برتر از انسانهای دیگر نمیداند که بگوید چرا به فلان کس فلان رو داده ای به من نداده ای. و این رضایتمندی میتواند انسان رو بسیار به مدارج عالی ببرد. و شاید بتوان گفت که اولین شرط عبودیت کامل و در قید الوهیت الوهی بودن همین رضایتمندی است که این بزرگان سعی کردند تا ما به آن رضایتمندی دست پیدا کنیم. این رضایتمندی چه راضی باشیم چه راضی نباشیم، این برای ما رخ خواهد داد. پس چه بهتر که راضی باشیم. دست ما نیست، هیچ کاری در این جهان دست ما نیست، بنابراین بایستی به داده رضا دهیم و آنچه را که بر ما آمده است او رو با طیب خاطر بپذیریم، چرا که از جانب معشوق کل است و عاشق هر چقدر که معشوق به او بدهد یا ندهد دم بر نخواهد آورد. و قصه عشق همان قصه معروف و مشهور است که همه میدانیم، این است که عاشقی که معشوق رو میپرستد و عاشق کامل اوست، هر چه که آن معشوق به او بدهد او نه نخواهد گفت و مزید هم نخواهد خواست، بیشتر یا کمتر هم نخواهد خواست. هر چه که آن خسرو می کند برای او شیرین خواهد بود و هر چه که آن معشوق بخواهد برای عاشق زیباترین است، بهترین است و سعادت آورترین است. بنابراین اگر انسان این حالت رو داشته باشد و همیشه شکر الوهی رو بر وجود خود داشته باشد، این انسان بسیار انسان آرام، راحت و بسیار ساده زیست و بسیار خوبی خواهد بود. و اگر ما بخواهیم یک انسان وارسته رو مثال بزنیم به این گونه افراد بایستی توجه کنیم. از این جهت است که عرفا همه گفتند رضا به قضا و رضایتمندی در خصوص قضا و قدر الهی و جبر اختیاری که هست آن وقت دیگر بالاترین مسائل است. و بعد گفتند انسان اگر جبر هم بر او حاکم باشد و بعدن اختیاری هم بخواهند به انسان بدهند، این انسان عاشق اختیارش را در جبر خداوند قرار خواهد داد. حتی وقتی انسان عاشق باشد، عاشق یک معشوق عظیم باشد، آیا معشوق به او بگوید که چه اختیار داری؟ هر چه می‌خواهی من به تو می‌دهم. او چه می‌گوید؟ اگر خیلی عاشق باشد می‌گوید که من چیزی از جانب خود نمی‌خواهم. من آنچه را می‌خواهم که تو می‌خواهی. عاشق همان را می‌خواهد که معشوق می‌خواهد و غیر از این چیز دیگری نباید باشد. شاید میترسد که شاید چیزی بخواهد که آن خواسته معشوق نباشد، چیزی رو تمنا کند که آن خواسته حضرت عشق نباشد و آن وقت است که مطمئناً برخلاف نظر معشوق حرکت خواهد کرد. از آن جهت این رضا به داده دادن و جبین گره از جبین گشودن یک امر خاصی است که همه بزرگانی که به این هوشمندی رسیدند که قضا و قدر الهی را جدی بگیرند و اختیار خود را در برابر آن قضا و قدر هیچ بپندارند، کسانی که این هوشمندی را دارند اینها بسیار آرام و راحت زندگی خواهند کرد و خوشبخت خواهند بود. و کسانی که این دید را ندارند و این هوشمندی رو ندارند میخواهند همیشه چیزهایی رو به جهان و پیرامون خود تحمیل کنند، یک عمر زجر میکشند و آخرش هم هیچ فایده
فایده و بهره‌ای نمیبرند و هرگز در عمرشان احساس خوشبختی نخواهند کرد، چون که خوشبختی های دیگر رو در مد نظر خود دارند. فرمود باید دانست که مراد از آسمان اعیان ثابته است. خب میفرماید یک آسمان است و یک زمین است، از اینها صحبت کرد. اعیان ثابته عرض شد که منظور آن تفکراتی است، آن چیزهایی است که در وجود علمی خداوند وجود داشته است. خداوند وقتی که میخواست این جهان رو به وجود آورد، اولش یک مقدماتی وجود داشته است و صورتی از همه آنچه در این جهان میخواست به وجود بیاورد که معلوم حضرت حق بود، در علم حق تعالی وجود داشت. این صورتی که در علم حق تعالی معلوم بود، همان اعیان ثابته هست. در برابر اعیان متغیره که در این جهان وقتی اون اعیان ثابته شکل خاص می‌یابد، در اینجا میرسد به این موضوع که این اعیان در حقیقت از ثابت بودن به متغیر بودن تبدیل می‌یابد. مراد از آسمان اعیان ثابته است که در مرتبه عالی و مرتبه علمی اند، و مراد از زمین آثار آن اعیان که موجودات عینی هست. موجودات عینی، عینی هست آنچه که با چشم دیده می شود، همان موضوعاتی است که ما در اطرافمان می بینیم. و زمین رو ساکن گفت، چرا که هنگام طیران قضا، این قضا داره بر گرد زمین میچرخد، یعنی آسمان که امر قضا هست بر گرد زمین میچرخد. این یک تمثیل است که آسمان رو در حقیقت قضا و قدر تصور کرده است و زمین رو که در بین آن هست مقهور این قضا و قدر و محکوم این قضا و قدر است. آیا این زمین میتواند از این کیهان و کهکشان بیرون برود؟ آیا میتواند خود رو از سیطره جاذبه های عظیمی که در این جهان هست برهاند؟ آیا زمین میتواند خود رو از سیطره جاذبه خورشید برهاند؟ یا خورشید میتواند خود رو از سیطره سایر اجرامی که بزرگتر از آن هستند برهاند؟ نه، این جبر است، این جبر طبیعت است. جبر طبیعی است که جبر فیزیکی، جبر شیمیایی، جبرهای دیگر، جبرهای ریاضی، این اساساً جهان پر از این جبر هاست. این علوم به ما ثابت می کند که جبر وجود دارد. این همه آزمایشگاه در جهان هست. این همه آزمایشگاه رو بنده عرض می کنم که این همه آزمایشگاه که در جهان هست نشانه جبر است. این همه لابراتوار، این همه آزمایشگاه های بزرگ و انستیتوت های تحقیقاتی، همه اینهایی که تحقیق میکنن همه نشانی جبرند. چگونه؟ به این دلیل که ما میدانیم که ما وقتی که چیزی را وارد این سیستم پژوهشی میکنیم، چیز معینی از آن طرف خارج خواهد شد. وقتی که ما یک مسئله فیزیکی را مطرح میکنیم و اون رو میسنجیم توسط سنجه های بسیار مختلفی که در علم امروز از آن استفاده میکنن، معلوم است اگر نتیجه اینها یکی نبود که این آزمایشگاه به درد نمیخورد. این آزمایشگاه دقیقا به خاطر این است که ما نتیجه محتومی برای همه این آزمایشها در نظر گرفتیم. آن نتیجه محتوم همان جبر الهی است، جبر فیزیکی است، جبر جاذبه. الان ما در جبر جاذبه گرفتاریم. کدام یکی از ما میتواند این جبر جاذبه را بشکند؟ اندکی با یک سری مثلا کارهای خاص شد بتوان مدتی از این جبر خلاص شد، ولی این جبر جاذبه همه ما رو در بر گرفته است. جبر مادیتی که ما داریم، جبر وجودی که داریم، جبر حضوری که داریم، جبر جسمانی ما و بدن ما، قلب ما، شش ما، ریه های ما، تمامی اندام های ما، همه اینها به نوعی جبری دارن کار میکنن و ما میتوانیم این جبر قلب رو کنار بگذاریم و بگوییم من قلب نیاز ندارم، مثلا من شش نیاز ندارم، من چشم نمیخوام. اینا همه جبری است و جزء مجبورات و جزء قضا و قدر الهی است.
از همین مسائل بسیار کوچک پیش با افتاده که مثال زدیم تا مسائل عظیمتر و بزرگتر. ما در عالم جبرها گرفتار هستیم و چاره‌ای جز این نداریم، جز این که رضا بدهیم به این قضا و آن وقت شرایطمون رو در همین حیطه جبر سر و سامان بدهیم. من از حضرت استاد علامه جعفری سوال کردم راجع به در ایام جوانی، سوال کردم راجع به جبر اختیار، عرض کردم شما در یک جمله به ما بفرمایید که منظور از جبر است یا اختیار است. ایشان خیلی مثال زیبایی زدن و چنانچه فکر کنم همه اون رو شنیده ایم، فرمود که ما در دایره جبر مختاریم، ما در دایره جبر مختاریم، یعنی اختیار داریم اما اختیار ما محدود به دایره جبر است. مثل اینکه کسی رو در زندان در رو بستند، اینجا کسی رو اجازه نمیدهند. من مختارم که این طرف بروم، شرق بروم، غرب بروم، ولی در همین حد میتوانم بروم، بیشتر از آن نه. اختیار من در اینجا اگر این در و پنجره ها بسته باشد، اختیار من در همین سالن هست و در همین مقداری که در همین چند متری که میتوانم بروم. اگر بگویم اختیار ندارم دروغ گفتم، چون که اختیار دارم مثلا چند ده متر آن طرف تر بروم. اگر بگویم جبر است باز دروغ گفتم، چون که اختیار دارم. اگر بگویم که اختیار ندارم آن هم درست نیست. پس اختیار دارم و جبر هم هست دیگر، چون که در این دایره محدود و در این حدود من اختیاراتی دارم. من میتوانم بخوابم، بنشینم، بایستم، بپرم، بدوم. خب در این مقدار، در این محل اختیار هست. بنابراین اختیاری که ما داریم در این حیطه هست، وگرنه بیشتر از اون نیست. و ممکنه انسان البته بخوابد و در خواب ببیند که مثلا طیران کرده است از این پنجره ها و از این در دیوارها رو کنار داده است و رفته است در عالم بالا سیر میکنه. ممکن است این در خواب و خیال باشد، اما در عالم واقع این جبرها محتوم است، حتمی است. و هوشمند و هوشیار کسی است که این جبرها رو بپسندد، بپذیرد و خود رو با اونها هماهنگ کند. در این دایره جبر از اختیار خود بیشترین استفاده و بهترین استفاده رو انجام بدهد. هرچه آید ز آسمان سوی زمین، نه مفر دارد نه چاره نه کمین. خب این شهاب سنگ هایی که می آید، آیا هر کدام که وارد جو زمین شدن اینها می توانند حرکت کنند؟ نمی توانند، مغلوب جاذبه زمین هستند و حتما خواهند افتاد. هرچه آید ز آسمان سوی زمین، نه مفر دارد نه چاره نه کمین. این که روشن، ای که جزو این زمینی سر مکش، تو محدود و مجبور در این زمین هست. البته زمین استعاره هست دیگه از آن جبر و آسمان استعاره از آن شرایطی است که در او هست. ای که جزو این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. یعنی وقتی که حکم خدا رو میبینی سرت رو کناری نکش و به حکم یزدان، به حکم خداوند سر بنه و قبول کن. افکن این تدبیر خود را پیش دوست. اگر هر تدبیری داری، هر اندازه‌گیری داری، هر کاری که می‌خواهی انجام بدهی، این تدبیر را پیش حضرت دوست بیفکن. گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست یا تقدیر اوست. حتی تدبیری هم که می‌کنی از تقدیر اوست، از قدر اوست. اگر او قدر نمی‌کرد، اگر او اجازه نمی‌کرد، تو چه تدبیری با خود داشتی؟ هر تدبیری هم که می‌کنی، هر چیزی رو که اندازه می‌گیری و می‌گویی که اگر من این را چنین کنم چنان خواهد شد، همه اینها هم تقدیر خود خداوند است. پس شما این وسط، ما این وسط هیچ کاره‌ایم. چون فراموش از شود تدبیر خیش،
یابی آن بخت جوان از پیر خیش. میگه اگر آن تدبیری که داری نمیدانی که چه تدبیری کنی در این جهان که بهتر و زیباتر و عاشقانه تر زندگی کنی، در آن صورت از پیر خود آن بخت رو بخواه، آن بختی که جوان است از پیر خود بخواه، چون که تو پیر داری بختت جوان است، چون پیر داری و راهنمایی داری بختت جوان است و میتوانی که به آن توجه کنی و از سخنان او راه خود رو بیابی، چون فراموش خودی یادت کنند. وقتی که خودت رو فراموش کردی، آن وقت تو رو یاد خواهند کرد. اگه خود رو یاد کنی، آنها فراموشت خواهند کرد، ولی اگر خود رو فراموش کنی، آنها تو رو یاد خواهند کرد. بنده گشتی آنگه آزادت کنند. خب کسی که آزاده چجوری میشه آزادش کرد؟ نمیشه که. آزاد رو که نمیشه آزاد کرد. کسی که آزاده است چگونه میشود آزادش کرد؟ بنابراین تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال است. اما انسان اگر برده باشد و عبد باشد، آن وقت ممکن است که برای او در حقیقت آزادی باشد. مانند این است که کسی بگوید من میدانم. برای کسی که میگوید من میدانم، چه کسی میتواند سخنی بگوید؟ چه کسی میتواند چیزی یاد بدهد به کسی که میگوید و تصور میکند میداند؟ وقتی که من میدانم، دیگر دانستن برای من چیز اضافی نیست. اگر من ندانم و اگر مقر باشن که من جاهلم و نمیدانم، آن وقت است که دانش به سمت من خواهد آمد. مولانا مثالهای زیادی دارد. میگوید کسی که آتش نیست، آتشان نیست، آب او رو میخواهد چه کار؟ آب به سمت او نمی آید. اما اگر آتشان شد و تشنه شد، آن وقت است که آبها از بالا و پست برای او خواهد جوشید و او رو به سمت خود خواهد انتخاب. در بیان آنکه جمعی که به سر قدر دانا شده اند، نظر بر بدایت حال دارند، به خلاف جمعی که بدین نکته نرسیده اند، از نهایت کار ترسیده اند. همه از انتها ترسند و من از ابتدا ترسم، کما اشار قدس سر رو. خب میفرماید جمعی هستند که به سر قدر دانا شدند. سر قدر الهی و سر تقدیرات و مقدرات الهی رو درک کرده اند. خب وقتی آگاه هستند، بنابراین توجه به اول حال، بدایت یا بدایت یعنی اول حال دارند. بعضی ها آخر، انسان های عاقل از آخر کار میترسند که آیا اصلا عقل برای این است دیگه. عقل برای این است که ببینیم آیا این کاری که ابتدا میکنم، آیا آخرش چگونه هست. کار عقل این است که آخر کارها رو به ما بنمایاند که آیا آخر آن خوب است. عقل تجویز خواهد کرد که ما به دنبال آن برویم، و اگر آخر کارها بد باشد، عقل نخواهد گذاشت ما به سراغش برویم. اما میگوید من که عقل رو در کناری نهادم، به جای آن عشق رو برگرفتم، و این عشق همان تسلیم شدن به قضا و قدر الهی است. او به من میگوید که اینجاست، و اینجا بدایت کار است که برای من مهم است. بدایت چیست؟ شروع کار رو به اذن الله انجام میدهم، به قدرت تو، به قضای تو، به قدر تو. بنابراین دیگر هیچ وقت از پایان کار هیچ ترس و واهمی ندارم. چرا؟ چون که کار رو به کاردانی سپردم که او از من مهربانتر است، او از من بهتر راه و چاه را میشناسد. به یک مشکلی مثلا گرفتار شده باشیم، یک مشکل مثلا حقوقی داشته باشیم، گرفتار شده باشیم، بعد ما چه میکنیم؟ چون خودمان درگیر مسئله نیستیم و نمیدانیم چه باید بکنیم، میرویم یک وکیل بسیار مجربی که هم علم داشته باشد، هم تجربه، هم با شرایط ما آشنا باشد و ما رو بشناسد و به حرف ما گوش کند، استخدام میکنیم تا او کارهای ما رو انجام دهد. خب چه وکالتی بهتر از وکیل بودن خداوند؟ چرا ما در کارهای من خدا رو وکیل نمی کنیم؟ چرا کارها رو به خدا نمی سپاریم که او خود راه ها رو برای ما خواهد گشود؟
اگر ما خدا رو به وکالت بگیریم و وکالت تامه به او بدهیم، او که مهربانتر از همه ماست، او که عاقبت امر رو بهتر از همه میداند، میداند که چه خواهد شد و میداند که چه کند تا به نفع ما باشد، در این صورت آن دل سوخته تر هست، برای ما بیشتر توجه میکند. بنابراین بهترین کار این است که من توکل کنم. بنابراین توکل کار انسانهای هوشمند است، نه کار انسانهای منفعل، انسانهایی که عمل نمیشناسند. نه، اینها کار انسانهای هوشمند است، میدانند کار رو باید به کاردان سپرد، کار رو باید به صاحب اصلی آن کار سپرد. چون تمامی کارهای این جهان مربوط به خداوند است، بایستی این رو هم به خدا وکالت داد و به خدا سپرد. و هر جا که هر انسانی کار رو به خدا سپرده باشد، دیگر نباید هیچ غم و غصه ای داشته باشد. کار آن دارد که پیش از تن بوده است، بگذر از اینها که نو حادث شده است. می‌فرماید قبل از این تنی که آفریده شود، قبل از اینکه این بدن آفریده شود، کار رو او کرده است. آن شرایط اصلی وجودی و آن اعیان ثابته رو قرار داده است و گفته انی خالق بشرم، من یه بشر میخوام بسازم که این شرایط رو داشته باشد، و این بشر رو هم علا احسن صور ساخته است. فتبارک الله احسن الخالقین هم گفته به خود، بهترین شکل رو آفریده است. این بشری که به این شکل آفریده است، این بشر چه میخواهد بکند؟ این قبل از اینکه تن باشد جان بوده. این جان از کجا آمده است؟ از جان جانان آمده است، از پیش حضرت حق آمده است، از روح خود بر ما دمیده است. میگوید که خداوند قبل از اینکه تنهای ما باشد، عقل ما باشد، مغزی باشد ما به وسیله آن تفکر کنیم و دلی باشد، قبل از همه اینها ما رو میشناخت، میدانست و تمامی مقدرات ما رو تا آخر عمرمان حساب کرده است. کار آن دارد که پیش از تن بوده است، بگذر از اینها که نو حادث شده. اینها حادثن، آن قدیم است. قدیم آن که ازلی است و ابدی است، و حادث آن که ازلی نیست، یک زمانی برای وجود دارد و زمانی برای از بین رفتن، برای عدم. اما ازلی یا قدیم آن است که از ازل بوده است، از زمان بی زمانی، قبل از آفرینش خود زمان هم بوده است و قبل از تا بعد از محو شدن زمان هم خواهد ماند. کار عارف راست کو نه احول است، چشم او بر کشتهای اول است. مولانا میگوید مثل اینکه شما آمده اید، یک بار قدیم ها مرسوم بوده، کشتی رو افکنده است، یک دانه هایی رو پاشیده است، میبیند که عجله میکنن، میبیند دانه ها رشد نکردن، مثلا گندمی کاشته است، میبیند که رشد نکردن، می آید بعد از یکی دو ماه روی همانها یک دانه مثلا جو می کارد، بعد از یک مدت می بیند سبز شد، می گوید خب این دانه های جو هست که سبز شد، ولی وقتی بالا می آید می بیند که دانه های گندم بوده است، آن کشت اول بوده است که آمده است. چرا؟ چون کشت اول همیشه مبتنی بر اصالت است و او به ریشه نزدیکتر است. مولانا مثال می زند، کاری که ما بعداً می‌کنیم، افکاری که ما داریم انجام می‌دهیم، اینها کشت‌های دوم است. ما بعداً می‌کاریم، در مزرعه ذهنمان چیزهایی رو می‌کاریم، خیالاتی رو می‌کاریم، اما قبلاً چیز دیگری در مزرعه ذهن ما کاشته شده است. بنشینیم ببینیم آن چیزهایی که از کشت اول است، آنها خواهند روید، چون که آنها اصیلند، اصالت با کشت اول است. کار عارف راست کو نه احول است. مولانا راجع به احولی بسیار سخن دارد. احول یعنی دوبین، کسی که دو میبیند، دوتا رو چهارتا میبیند، چهارتا رو هشتا میبیند. و میگوید کسانی که انسانهای ابله، انسانهای احمق دوبین هستند، به جای اینکه یک خدا رو ببینند دوتا میبینند، به جای اینکه فقط او رو ببینند خود رو هم میبینند. مانند کسی که به آینه نظر میکنه، میگوید آینه یک من دو، و
دو میبیند، در حالی که این آینه است، یکیست که در برابر آینه ایستاده است. مولانا در مثنوی روی این بسیار جاهای دیگر سخن گفته است و بسیار امر مهمی هم است که در آینده هم به آن خواهیم رسید. کار عارف راست. اگر کاری میکند عارف لله است، عارف فلله است. کار عارف راست کو نه احول است، دوبین نیست، چشم او بر کشت های اول است. او نمیگوید چشم داشته باشه هم کشت اول هم کشت دوم، هم کشت اول محصول دهد هم کشت دوم، چون وقت دوبین نیست. کشت های اول چیست؟ همان کشت های ازلی که خداوند کاشته است. وجود ما رو و همه چیز ما رو در عالم ازل کاشته است و همه رو مهیا کرده است. آنچه گندم کاشتندش و آنچه جو، چشم او آنجاست روز و شب گرو. هر چه کاشتن، چه گندم باشد چه جو کاشته باشند، چشم او به آنجاست. او از آنها چشم دارد، منتظر آن است که آنها جواب دهند، چون خدا کاشته است. اساساً این کارهایی که انسان کرده است به درد نمی خورد. مولانا در جای جای مثنوی به این اشاره دارد که کاری که انسان خود می کند بیفایده است، کاری رو بایستی اهمیت داد که خدا کرده است. کاری که خدا کرده است صحیح است، درست است و به نقطه اصلی بار دادن خواهد رسید و نتیجه بخش خواهد بود. کارهای دیگری ما، کارهایی که ما انجام می دهیم همه ابتر خواهد ماند، همه بیهوده خواهد ماند. هر کشتی که بر روی کشتهای اول کاشته ایم همه هدر خواهد شد. چشم او آنجاست روز و شب گرو، آنچه آبست است شب جز آن نزاد، حیله ها و مکرها باد است باد. شب آبستن است تا چه زاید سحر، شب آبستن است. حال باید بشینیم ببینیم که سحر چه خواهد زایید. این که ما بخواهیم مکر و حیله بکنیم، تدبیر کنیم، تدبیرات خودمون هم خیلی قوی بدانیم، در برابر تدبیرات الهی همه اینها هیچ و پوچ است. مانند تدبیراتی است که عمله فرعون در برابر موسی انجام دادند. گر بروید ور بریزد صد گیاه، عاقبت بر روید آن کشته اله. آن کشته اله، آن کاشته حضرت خداوند هست که خواهد روید. هزار بار هر کاری، هر حیله‌ای، هر کاری بلدید انجام دهید، ولی آخرش آن خواهد آمد. کشت اصلان است کش حق کشته است. کشت اصلی، کشتزار اصلی آن است که حق کشته است. کشت دیگر فرع اول گشته است. کشت دومی که هست او فرع آن کشت اول است. یعنی اگر آن کشت اول نبود، این کشته های دوم و سوم هم پدید نمی آمد. کشت نو کارند بر کشت نخست، این دوم فانی است وان اول درست. که مثال هم زدم که بر روی مثلا گندم جوی میکارد، این دومی هیچ است و اولی بار خواهد داد. تخم اول کامل و بگزیده است. چرا کشت اول مهم است؟ چون که تخم اولیش خوبه، تخمی که او میکارد تخم علم و عمل است. او میداند چه تخمی رو در کجا بکارد که نتیجه دهد، اما من نمیدانم. تخم اول کامل و بگزیده است، تخم ثانی فاسد و پوسیده است. تخمای فاسد رو بریزی هیچ باری به نتیجه‌ای نخواهد داد. کار آن دارد که حق افراشته است. کسی اهل کار است، کار رو کرده است که خدا او رو افراشته است. اون کار رو خداوند برافراشته و بلند کرده است. آخر آن روید که اول کاشته است. کسی که اول کاشته آخر سر هم او خواهد روید. همان ازل و ابد، همان مبدع و معاد. خداوند در مبدع این جهان را آفرید و نهایتاً در معادی همه این مبدعها به معاد خاص خود برخواهند گشت. صد هزاران عقل برهم می جهند تا به غیر دام او داوی نهند. صد هزاران عقل هی بر روی هم می جهند، هی می خواهند به دام او بجهند، اما کاری که او کرده است، اون دامی که
دام عشقی که او اول نهاده است، او اول و آخر کار است. دام خود را سخت‌تر یابند و بس، که نماید قوتی با باد خس. خس آیا میتواند در برابر باد خود را نگه دارد؟ چون این نیست. این هر چقدر تقلا کند، هر چه مکر و حیله‌ای که این خس دارد، این خاشاک دارد، این یک پاره چوب دارد، هر چه دارد رو بیاورد، آیا میتواند در برابر این طوفان سهمگین مقاومت کند؟ این قضا بادی سخت و تند خو، این قضا، این قضا و قدری که هست، این قضا بادی سخت و تند خو. خلق چون خس عاجزند در پیش او، مردم مانند این خس ها در جلوی او هستند. او هر کاری میکند انجام میدهد. خب میبینید دیگه، میخواهد یک دفعه 50 نفر رو یک جا میکشد، میخواهد 100,000 نفر رو میکشد، میخواهد چند میلیون نفر رو میکشد، کسی میتواند جلوش رو بگیره؟ مغول که حمله میکرد از طرف میآمد به سمت خراسان، آمدند پیش بعضی میگن شیخ حسن کبرویه بوده، بعضی ها میگویند که نجم الدین کبرا بوده که بیشتر به نجم کبرا است. به نجم کبرا میآیند، از عرفای بسیار بزرگ است. به نجم الدین کبرا میآیند و میگویند که مغول آمده است و شهر به شهر که میآید همه را میسوزاند و میکشد و همه را از زیر تیغ میگذراند و میآید. ای منتهی از قصه های مغول برو گفتند، گفتند و گفتند و گفتند، این پیر الهی ساکت ماند. گفتن خب چیزی بگو. چیز بسیار عجیبی گفت که عطار رحمت الله علیه این رو آورده در تذکرة الاولیا. گفت که نسیم استغنای الهی وزیدن گرفته است. نسیم استغنای الهی وزیدن گرفته است. این طوفان چه نسیمی؟ میگوید حالا این نسیم استغنای خداوندی است. خداوند میخواهد بگوید من از شما غنیم، من به شما هیچ احتیاجی ندارم، بخواهم همه شما رو میبرم، بخواهم همه شما رو میآورم. این استغناست. این که خداوند مستغنی است از همه خلقش. خداوند هیچ احتیاجی به خلق خود و هیچ احتیاجی به مردم ندارد، هیچ احتیاجی به ما ندارد. اگر خواست همه رو نابود میکند، حال به واسطه رحمت خود به ما بقا داده است. اگر ما رو فانی کند، کیست که بیاید و اعتراضی کند بگوید خدایا چرا چنین کردی؟ این کار اصلی است. کار هوشمندان این است که این رو بفهمند. نسیم استغنای الهی وزیدن گرفته است. حال اگر به طوفان تبدیل شود، این طوفان طوفان استغنا شود، ببین چه می شود. عوام از بیم قضا در لرزند. عوام مردم میگن خدایا این قضا بیاد، یه اتفاقی میفته، همیشه در لرزه هستن. چرا؟ چون که تن به رضای الهی ندادن، راضی نیستند. یک مادر وقتی فرزندش رو میفرستد مدرسه، تا زمانی که برگردد همش دلشوره دارد، درون خود رو میخورد که آیا این بچه اتفاقی براش نیفتد، چه شود چه شود و چه نشود. این به خاطر این است که دل به خدا نداده است. اگر بداند که خدا بر این کودک او از خود او مهربانتر است، دیگر چه قلقی، چه اضطرابی، چه سختی. عامه از بیم قضا در لرزه اند، خاصگان از بیم او یابند قند. اما افرادی که خواستند و خواست و خواست و خواست، از بیم او در قندند. وقتی که قضای الهی هست، میگویند خدایا هر چی میخواهی بر ما بفرست. قند است، شکرستان است. برخلاف عوام که این دنیا رو
خیلی بد میدانند و بد منظر میپندارند و دنیا رو جای بدی میدانند. نه، اینها چون جای قضای الهی است، محل قضای الهی است، از آن جهت عرفا که تسلیمند در برابر خداوند، این رو بسیار دوست میدارند. هر چه پیش آید خوش آید، مهم نیست که چه باشد، چون او خواسته است، مطمئنم که او خواسته است، بنابراین هر چه او بخواهد برای من زیباست. نیست ما را از قضای حق گله. اینجا دیگه سخن مولاناست. آر ناید شیر را از سلسله. شیر رو در بند بگیرند، آرش نمیاد. موش چرا؟ ممکن آرش بیاد، اما شیر هرگز، چون جای شیر و در حقیقت محل شیر همان سلسله است. وگرنه اگر شیر رو به سلسله نبندن، دیگه شیر بودن او که مهیا نمی شود. اگر این قضا و قدر الهی نباشد، اگر این بلایای الهی نباشد، دیگر این عشق به چه دردی می خورد؟ گفتن البلاء للبلا، بلا برای دوستان است و آرامش و راحتی برای دیگران است. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جان بخشد و درمان کند. صد بار بیاد جانش را بگیرد، باز هم او به دنبال آن است. گر قضا پوشد سیه همچون شبت، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. میگه نگران نباش، اگر قضا مانند شب سیاه و شب تاتو رو در بر گرفت و هیچ راهی رو پیدا نکردی، بدان که خود او روزی برای تو خواهد بود، روز خواهد آورد و تمامی آن سختی هایی که بود برای تو آسان خواهد شد. این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. خرگاه یعنی چادرهای بزرگی که شاهان، پادشاهان می زدند وقتی به شکار و جاهای دیگر می رفتند. اگر این قضا صد بار هم راحت رو بزند، رهزنی کند این قضای الهی، بر فراز چرخ خرگاهت زند، خرگاه تو رو و محل نشیمن تو بالای این چرخ خواهد بود. در بیان اختلاف اوصاف و مقید ماندن هر فرقه بدان چه مقتضای قضای ایشان است، این رو هم می‌فرماید که آقا هر فرقه ای که می‌بینیم، اینها چه هستن؟ اینها قبول می‌کنن آن قضای الهی رو. شاید شما بعضی انسان‌ها رو ببینید، بگید که اینها چگونه زندگی می‌کنن، اینها چگونه مثلا حرکت می‌کنن، برای شما خیلی قابل قبول نیست، اما می‌بینید که آنها به همان قضا راحتن و همان قضا را قبول کردن. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر کس هر حزبی در آن چه بینشان است خوشحالند. ما همه خوشحالیم، همه خوشحالند، همه عقاید خوشحالند، چون خود رو برتر از همه میدانند. مسیحیان خوشحالند، میگویند خدا رو شکر که خدا ما رو مسیحی قرار داد، اگر مسلمان میشدیم چه میشد، ما خیلی خوشحالیم، خوشبختیم که خدا ما رو مسیحی قرار داد و ما رو کاتولیک قرار داد. آن دیگر میگوید خدا رو شکر که ما رو پروتستان قرار داد. یکی میگوید خدا رو شکر که مرا یهودی قرار داد. یکی میگوید خدا رو شکر که مرا سنی قرار داد، شیعه قرار داد و همینها. یکی میگوید خدا رو شکر که مرا بودایی یا هر دین دیگری قرار داد. اینها کل حزب ممان لدیهم فرحونه، همه به آنچه که دارند راضیان. چرا؟ چون برنامه قضای الهی هست. اگر برنامه قضای الهی نبود، هیچ کس به داده ای که بود راضی نمیشد. منشأ اختلاف اوصاف و حالات و مقتضیات اقتضای اسماء و صفات است. اسمایی که خداوند دارد و صفاتی که خداوند دارد، آنها هر اقتضایی دارند، شرایطش برای ما مهیا است. اگر تجلی اسم رحمانی باشد، گونه ای خواهد بود. اگر تجلی قهر الهی باشد، به گونه دیگر و الا آخر. کل یومن هو فی شأن، فرمود که هر روزی او در کاری است. خداوند هر روز در کاری است و هر روز کاری انجام می‌دهد که این صفات و افعال رو تغییر می‌کند و بندگان رو بر مبنای آن صفات و افعال مجهز می‌کند. نشانه آن است و الیه اشار قدس سره،
شد مناسب وصفها در خوب و زشت، شد مناسب حرفها که حق نوشت. اینها خیلی آسونه، من سریع رد میشم تا رشته دوم برسیم. آن یکی در مرغزار و جوی آب، وان یکی پهلوی او اندر عذاب. آن عجب مانده که ذوق این ز چیست، وین فرو مانده که آن در حبس کیست. هان چرا خشکی که اینجا چشمه هاست، هین چرا زردی که اینجا صد دواست. همنشینا هین درا اندر چمن، گوید ای جان من نیارم آمدن. میگه دو نفر هستن، یکی کنار جوی آب است، از آنجا میخورد و مینوشد و لذت میبرد. یک کسی دیگر هم کنار او هست، او نشسته است و لب تشنه است. به او کسی میآید، این دوتا رو میبیند، میگه آخه این چه قصه ایست؟ تو خیلی خوشحال و مسرور هستی و تو خیلی ناراحتی، چرا این گونه هست؟ خب میگه که این عقل ندارد، احتمالا هوشمندی ندارد، من از این آب خوردم، این از این آب نمیخورد. مولانا میگه از آب قضای الهی و قدر الهی بخورید، بسیار روشن خواهید بود، بسیار روشن ضمیر خواهید بود، زندگی بسیار زیبایی خواهید داشت. اگر به قضا و قدر الهی تسلیم شوید، باور بفرمایید که زندگی بسیار نرم و بسیار عالی خواهید داشت. ولی وقتی خواستید ستیزه بکنید، البته خود رو آماده کنید برای ستیزه‌گری این جهان. حکایت آن خواجه ای که غلامش از مسجد بیرون نمیتوانست آمد و او به مسجد درون نمیتوانست رفت. مولانا میگه چرا یک عده‌ای میتوانند این قضا و قدر الهی رو بپذیرند و عده‌ای نمیتوانند بپذیرند؟ این چه مانع چیست؟ آن مانع عقلی چیست که من نمیتوانم قضا و قدر رو بپذیرم و آنچه که برای من آماده کرده است رو قبول کنم؟ این چیست که جلوی مرا میگیرد؟ مثال خیلی زیبایی میزنند. میگوید یک نفر بود، اسمش سنقر نامی بوده است. این سنقر غلام بوده است، برده بوده است، خواجه ای داشته. خواجه ها معمولا آن زمان حمام که بود، برای اینکه آب خزینه رو شبها عوض میکردن، خزینه بوده دیگه، آب خزینه رو شبها عوض میکردن، صبح اولین کسانی که میرفتن، انسان های متمول، اول صبح میرفتن که آب هنوز تازه بود و تمیز بود و میتوانستن استفاده بهتر بکنن و البته آب گرمتر هم بود. معمولا هم صبح علی‌الطلوع میرفتن، یعنی قبل از اینکه هنوز از آن گفته شود میرفتن تا اینکه جای بهتری رو بگیرن. این خواجه، این رئیس، این شخص میاد میگه که خب این وسایل حمام رو بردار، این کاسه و مندیل و اینها رو بردار و بیا با هم برویم این حمام. او هم بر میدارد. وقتی که از جلوی مسجد رد میشوند، وقتی به مسجد میرسند، صدای اذان میآید. اون سنقر که اسم شخصی است و معلوم است و این مثال هم مشهور است، سنقر به خواجهش میگوید اجازه میدهی من بروم، چون برویم آنجا نمازم قضا میشود، اجازه میدهی من بروم نمازم، نماز صبح رو بخوانم و برگردم. گفت باشه برو. اینجا بیرون وایستاد که این بره. این رفت تو نماز خوان. این خواجه دید که امام جماعت آمد بیرون، مردم همه آمدن بیرون ولی این نمیاد بیرون. گفت خب بابا چاشت شد، وقت ظهر شد، بس ما میخوایم بریم حمام، الان دیگه این وقت گذشت. از بیرون آواز داد، گفت چرا نمی آیی بیرون؟ آن برده، آن سنقر گفت که کسی اینجا مرا نمیگذارد که بیرون بیایم، مرا گرفته است نمیگذارد بیرون. او فکر کرد یک آدم، یه شخصیه که او رو گرفته و نمیگذاره که بیاد. میگه گفت خب بگو که کمک کنیم، یا مثلا آن کیست که چنین است، آن کیست که تو رو نمیذارد که بیرون بیایی؟ گفت آن همان کسی است که نمیگذارد تو در اندرون بیایی. آن کسی که نمیگذارد من بیرون بیایم، در شوق او، در وله عشق او، در وجود او من مستحیل شدم. یک نماز و دو نماز و یک رکعت و دو رکعت مرا کافی نیست. اینجا انقدر محبت آن معشوق بر دلم نشسته که نمیخواهم از محضر معشوق دور شدم. همان معشوق که
مرا نمیگذارد بیرون بیایم که مرا دوست می‌دارد و از آن خود می‌داند، نمیگذارد که تو در اندرون بیایی. همین توفیق است. پس کسی که در کنار آن رودخانه هست و سیراب است، او رو کشیدن به سمت آن، و کسی که دور است از آن در کنار او نشسته ولی نمیتواند وارد آب شود و در اندرون بیاید، او انسان مدبری است و اقبال از او روی گردانده است. میر شد محتاج گرمابه سحر، میر امان امیر بزرگ، میر شد محتاج گرمابه سحر، بانگ زد سنقر هلا بردار سر، ای سنقر بلند شو پاشو از خواب بریم حمام. اون بگیر التون یا آلتون همان خاتونه که ترکی هست دیگه، کلمه ترکی هست خاتون، که بعدن خاتون و اینها آمده و همان خانم هم که شده در حقیقت از همان خاتون گرفته شده و از قادن هم بهش میگن در لفظ ترکی. تاس و مندیل و گل، گل هم که برای گل سر بوده دیگه، جوانهای ما نمیدانند ولی شاید غالبا بشناسن که قبلا به جای برخی شامپوهای مضر از گلهای خاصی استفاده میکردن برای شستن سر. تاس و مندیل و گل از التون بگیر، تا به گرما برویم ای ناگزیر. سنقر آمد تاس و مندیلی نکو، برگرفت و رفت با او روبرو. خب همه وسایل لازم رو، کاسه‌ای بوده و حوله‌ای بوده و فوته‌ای بوده و اینها رو گرفته. مسجدی در ره بود و بانگ صلا، بانگ نماز بود، آمدن در گوش سنقر برملا. او نشنید، آن خواجه نشنید، آن امیر نشنید، ولی این سنقر شنید. بود سنقر سخت مولع در نماز، او بسیار ولع داشت. انسان ممکنه به چه خیلی چیزها ولع داشته باشد، ولی کسی که مولع در صلات باشد او کارش کار دیگری است. بود سنقر سخت مولع در نماز، گفت ای میره من ای بنده نواز، تو بر این دکان زمانی صبر کن، اندکی صبر کن، تا گزارم فرض و خانم لم یکن له کفوا احدی، بخوانیم و برویم. چون امام و قوم بیرون آمدن، رفت تو ولی همه نماز رو خوندن، امام و قوم کسایی که مسجد بودن همه آمدن بیرون. چون امام و قوم بیرون آمدند، از نماز و وردها فارغ شدند، سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت، تا حوالی ظهر آنجا ماند. میر سنقر را زمانی چشم داشت، این امیر نگاه کرد و خیلی امیر ملتفتی هم بود، انسان خوبی هم بوده که این همه منتظر به هر حال برده خود مانده است. گفت ای سنقر چرا نایی برون، گفت می نگذاردم این زوفنون. این بسیار زوفنون است، فنها به کار میبرد. یک فن او رو که به قول معروف بدل میزنم، میخوام بیام بیرون، یک فن دیگر میزند. یک زوفنون است، یک فن ندارد، فنون دارد. میداند بنده رو چگونه به دنبال خود بکشد. یک رکعت دو رکعت میگویم تمام است، یک فن دیگر میآید، یک دو رکعت دیگر میخوانم. میخواهم بیایم بیرون، باز دو رکعت دیگر مرا به فن میکشد و همچنین نمیگذارد که من بیرون بیایم. این زوفنون خیلی زیباست که خدا رو به زوفنون تشبیه میکند. گفت ای سنقر چرا نایی برون، گفت می نگذاردم این زوفنون. گفت اندر مسجد آخر کس نماند، کیت با می دارد آنجا کت نشان. کی تو را، چه کسی تو را وا می دارد آنجا کت نشان، یعنی که تو را، که تو را نشان. کیست بگو که بیایم رهایت کنم. گفت آن کس که تو را بست از برون، بسته از تو هم مرا در اندرون. خیلی زیباست. گفت آن کس که تو را بست از برون، کسی که اجازه نمیدهد، اذن نمیدهد که تو از خواب غفلت بیدار شوی و پریزه رو بگذاری و نماز صبحت را بخوانی، همان کس مرا بلند میکند و با من عشق بازی میکند.
گفت آن کس که تو را بست از برون، بسته از تو هم مرا در اندرون. در اندرون من بسته او هستم، وابسته او هستم. آن که نگذارد تو را کایی درون، می به نگذارد مرا کایم برون. کسی که نمیذاره تو بیای تو، من هم نمیذاره بیام بیرون. آن که نگذارد که از این سو پا نهی، او بدین سو بسته پای این رهی. از این طرف هم پای مرا بسته است. ماهیان را بحر نگذارد برون، خاکیان را بحر نگذارد درون. کسانی که خاکی هستن اگر برن بحر او رو پس میزند. ماهی هم اگر از آب بیفتد بیرون در آن صورت دیگر. و گفتن که المومن و فی المسجد، این اشاره به روایتی از پیغمبر فرمود که المومن و فی المسجد که سمک فی الماء. مومن در مسجد مانند سمک است در ماه، مانند ماهی است در آب. و المنافق و فی المسجد که طیر فی القفص. منافق در مسجد مانند تیر است در قفس. رفته فاتحه‌ای بدهد، سعی میکند که به زودی از مسجد فرار کند و بیرون بیاید. یکی هم هست که خب آن طرف وقتی اونجا میرود یک آرامشی برای او مهیا میشود. ماهیان را بحر نگذارد برون، خاکیان را بحر نگذارد درون. اصل ماهی آب و حیوان از گل است، حیله و تدبیر اینجا باطل است. این حیله ها و تدبیرها به هیچ دردی نمیخورد. و السلام علیکم و رحمت الله.